جز از کل نوشته استیو تولتس ترجمه پیمان خاکسار با صدای هلیا مقصودی قسمت نهم در راه رفتن به رخت خواب سرم را کردم توی اتاق تری با اینکه در زدم و او هم گفت بیا تو به خودش زحمت لباس پوشیدن نداد لخت وسط اتاق ایستاده بود سلام جسپر چه خبر؟ مهم نیست شب بخیر در را بستم حوصله حرف زدن با یک خیکی لخت را نداشتم بعد یادم افتاد حوصله این را هم ندارم که یکی در خواب سرم را ببرد در را دوباره باز کردم تری از جایش تکان نخورده بود ای بابا در زدن بلد نیستی؟ ادی دیوونه شده. تهدید کرد سرمون تو خواب می بره. این کارش خیلی مهمان نوازانه نیست هست؟ فکر نکنم بخواد ما رو بکشه. فکر کنم حضور من و بابا باعث شده بریزه به هم. خب؟ خب نباید از اینجا بریم؟ شاید. خوبه. ولی ما نمیریم. چرا؟ ابروهایش در هم رفتند و دهانش باز ماند. هر لحظه ممکن بود حرف بزند. حالت خوبه تری؟ معلومه خوبم. فقط یه کم عصبی شدم همین. من عادت به عصبی شدن ندارم. میدونی؟ اینقدر از خانوادم دور بودم که حضور شما دوتا تاثیر عجیبی روم گذاشته. احساس میکنم خودم نیستم. راستش فکر میکنم آزادیم رو از دست دادم. حقیقتش رو بخوای دلواپستونم. من مدت هاست دلواپس هیچ چیز و هیچ کسی نبودم. کارولین چی؟ دلواپس اونم هستی؟ صورت تری در کسری از ثانیه قرمز شد. بعد چشمانش حالت عجیبی پیدا کردند. این احساس را داشتم که بیرون خانه ای استادم و یک نفر داخل خانه چراغ را روشن و خاموش می کند. تو حس شیشم قوی داری جسپر. حست بهت چی میگه؟ مال من میگه قراره یه اتفاقی توی این خونه بیفته نمیدونم چی. ممکنه چیز خوبی باشه. هرچند شک دارم. احتمالا چیز بدیه. حتی میتونه یه چیز خیلی بد باشه. شاید ما باید هرچه زودتر از این خونه بریم. ولی کنجکاوی خیرم رو گرفته. کنجکاوی یکی از چیزای مورد علاقه منه. یه لذت طولانی و دیوانه کننده. شب به خیر گفتم. در را بستم و او را در برهنگیش تنها گذاشتم و به خانواده های عادی فکر کردم که مشکلات عادی از قبیل الکلیسم، قمار، همسرآزاری و اعتیاد دارند. بهشان حسودی کردم. روز بعد زود از خواب بیدار شدم. گلویم بریده نشده بود. خورشید در ساعت شش و نیم هم داغ بود. از پنجره دیدم مه از جنگل به سمت ما می آید. ما در ارتفاع بودیم و مه قله کوه ها را زیر خود پنهان کرده بود. شب بد خوابیده بودم و تمام مدت حرف های ادی را مرور می کردم. می دانستم حق با اوست. پدرم داشت نقشه میکشید حتی اگر خودش هم نمیدانست و این اتفاق داشت در ناخداگاهش میافتاد ولی من از همان ابتدا نمیدانستم میخواهد چه کار کند احساس میکردم میفهمم ولی درست نمیدیدمش یک جایی در ذهنم پنهان شده بود جایی تاریک و دور از دسترس ناگهان حس کردم از تمام اتفاقاتی که قرار بود در آینده بیفتد خبر دارم. ولی به دلیلی فراموششان کردم. و حتی به نظرم آمد تمام آدم های کره زمین از آینده خبر دارند ولی آنها هم فراموش کردند. و برایم روشن شد تمام غیبگوها و پیشگوها آدمهایی نبودند با بسیرتی فراتبیعی فقط آدمهایی بودند که حافظه خوبی داشتند لباس پوشیدم و از در پشتی رفتم بیرون تا با کسی مواجه نشوم پشت خانه در حاشیه جنگل یک اتاقک بود. واردش شدم. روی قفسه های چوبی زوار در رفتش رنگ بود و قلم بود. چند بوم سفید به دیوار تکیه داده بودند پس پدر ادی آن نقاشی های چندشاور را اینجا کشیده بود. به نظر می آمد قبلا مرغدانی بوده هرچند الان مرغی داخلش نبود. فقط پر مرغ بود و چند تکه پوست شکسته تخم مرغ متعلق به گذشته های دور. روی زمین یک نقاشی نیمه تمام از یک جفت کلیه بود. معلوم بود پدر ادی برای رسیدن به زرد دلخواهش از زرده تخم مرغ استفاده می یک قلم مو برداشتم. رنگ خشکیده روی موهای قلم مو به سختی چوبش کرده بود. بیرون مرغدانی یک آبش خور بود پر از آب گلالود باران. انگار همانطور از آسمان فرو افتاده بود قهوهی و دلم بسته. قلم مو را در آب شستم و به موهایش با انگشت تلنگر زدم. وقتی کارم تمام شد کارولین را دیدم که از تپه‌ای که خانه روی آن قرار داشت پایین می‌آمد. سری راه می‌رفت ولی هر چند قدم می ایستاد و لحظاتی از جایش تکان نمی‌خورد. انگار قرار ملاقاتی داشت که ازش میترسید اینقدر نگاهش کردم که در جنگل ناپدید شد. برگشتم توی مرغدانی یک قوطی رنگ باز کردم قلم مو را در آن فرو بردم و به بوم حمله ور شدم گذاشتم قلم مو بر سطحش بلغزد تا ببینم چه دوست دارد بکشد به نظرم آمد دوست دارد چشم نقاشی کند چشمان توهی چشمانی شبیه آلوی رسیده چشمانی شبیه میکروب هایی که آدم از چشمی میکروسکوپ میبیند. چشمانی درون چشمانی دیگر. چشمان متحد المرکز چشمان روی هم افتاده. بوم ازشان خسته شد. مجبور شدم ازشان رو برگردانم. این چشمان نقاشی شده به شکل آزار ای به درونم نقب می زدند. به نظر می آمد چیزی را در وجودم حرکت می دهند. یک دقیقه طول کشید تا بفهمم تمام مدت چشمان پدرم را کشیدم. عجیب نبود که حالم داشت به هم می خود. بوم را گذاشتم زمین و یکی دیگر روی پایه گذاشتم. قلمو دوباره شروع کرد. این بار تمایلش به کشیدن یک صورت کامل بود. صورتی مغرور و از خود متشکر با چشمانی درشت و تعن زن سیبیلی انبوه لبانی قهوهی و به هم فشرده و دندانهایی زرد. چهره یک بردهدار سفید پوست یا یک زندانبان به نقاشی خیره شدم و استراب تمام وجودم را پر کرد. هر چقدر فکر کردم نفهمیدم چرا. انگار نخی در مغزم شل شده بود ولی از ترس از ترس اینکه تمام وجودم از هم باز شود می ترسیدم آن را بکشم. بعد فهمیدم. نقاشی همان صورت بود. همانی که در کودکی خواب می دیدم. آن صورت شناور جاودانی که تمام عمر دیده بودم. وقتی نقاشی می کردم جزئیاتی را به خاطر می آوردم که نمیدانستم دانستم قبلا دیدم. کیسه های زیر چشم فاصله جزئی بین دو دندان پیشین چروک های گوشه لب های خندان احساس می کردم این چهره یک روز از آسمان به زمین می آید تا به من کله بزند. ناگهان گرمای مرغدانی غیر قابل تحمل شد. نمی توانستم نفس بکشم. ایستادن در یک مرغدانی شرجی همراه صورتی متکبر و هزاران باز تولید چشم پدرم خفه کننده بود. بعد از ظهر روی تخت دراز کشیده بودم و به صدای باران گوش می کردم. احساس بیبنیانی می کردم. سفر با گذرنامه تقلبی احتمالاً به این معنا بود که دیگر هیچ وقت نمی توانم برگردم استرالیا. بیوطن بودم. و از این هم بدتر اسم قلابی گذرنامم همانی بود که دوستش نداشتم. همانی که حالم را به هم میزد و اگر یک گذرنامه دیگر جور نمی کردم احتمالا تا آخر عمر کسپر باقی می ماندم. تمام بعد از ظهر در تخت ماندم. نمی توانستم کلمات ادی را از ذهنم برانم. اینکه داشتم تبدیل به پدرم می شده. اگر بعضی اوقات ازش خوشت نمیاد به خاطر اینه که خودتو دوست نداری. تو فکر می کنی با پدرت خیلی فرق داری اینجاست که خودتو نمی شناسی. این نقطه کور تو جسپر. راست می گفت؟ آیا این حرف او به ایده پدرم مبنی بر اینکه من تناسخ زود هنگام او بودم ربط داشت؟ آیا فکر کردن کنونی من به این مسئله شاهدی ترسناک بر مدعای او؟ از وقتی پدرم دوباره شروع کرده به مردن من از نظر جسمانی قوی تر نشدم؟ ما روی یک اللا کلنگ نیستیم؟ او پایین برود و من بالا؟ یکی در اتاقم را زد. کارولین بود. در باران گیر افتاده بود و از فرق سر تا نوک پایش خیس بود. جسپر، تو که نمیخوای بابات بمیره میخوای؟ خب راستش روز مشخصی تو ذهنم نیست ولی از اینکه تا ابد زنده باشم خوشم نمیاد. آره اگه اینجوری نگاه کنی دوست دارم بمیره. آمد و نشست لبه ی تخت. رفته بودم دهکده. آدمای اینجا وحشتناک خرافاتی‌اند. شایدم حق داشته باشن هنوز یه راههایی برای درمانش وجود داره. میخوای دیر به قرار ملاقاتش با سرنوشت برسه؟ من میخوام بابات اینو به تمام تنش بماله. یک شیشه به من داد پر از ماده چسب ناک و شیری رنگ. این چیه؟ چربی زوب شده قبقب زنی که موقع زایمان مرده. به شیشه نگاه کردم. نمی توانستم مطمئن باشم شیشه حاوی همان چیزی است که می گفت. به زن بیچاره ای هم که موقع زایمان مرده بود فکر نمی کردم. به آدمی فکر می کردم که چربی قب قب را آب کرده بود. اینو از کجا آوردی؟ و از همه مهمتر چقدر بابتش پول دادی؟ از یه پیرزن توی ده گرفتم. گفت برای سرطان عالیه. برای سرطان عالیه؟ چرا خودت بهش نمیدی؟ پدر الان به حرف من گوش نمیده. دلش نمیخواد کمکش کنم. حتی نمیتونم یه لیوان آب دستش بدم. باید وادارش کنی اینو به مال به تنش. چطور میتونم ترقیبش کنم روغن قبقب یک غریبه رو به مال به تنش؟ باید یه راهی پیدا کنی؟ چرا من؟ چون تو پسرشی؟ خب تو هم زنشی؟ اما رابطه فعلا با هم خوب نیست. لازم نبود بگوید. کاملا با مسلس عشقی نکتیزی که داشت ما را ریز ریز می کرد آشنا بودم. کمی در راه رو این پا با آن پا کردم ولی بالاخره وارد اتاق پدرم شدم. روی میزش خم شده بود. نه چیزی میخاند و نه چیزی مینوشت فقط خم شده بود. گفتم بابا هیچ چیزی مبنی بر اینکه متوجه حضورم شده از خودش بروز نداد. دورتادور اتاق شمع سنبول هندی روشن بود. یک پشه بند روی تختش بود و یکی هم روی صندلی گوشه اتاق. پرسیدم حشره ها اذیتت میکنن؟ بدون اینکه سرش را بلند کند گفت فکر میکنی من مثل یه دوست قدیمی بهشون خوش آمد میگم؟ فقط میخواستم بهت بگم یه پماد دفع حشرات خوب دارم. خودمم دارم. اما این جدیده. ظاهرا محلی ها از همین استفاده میکنن. بابا سرش را بلند کرد. رفتم طرفش و شیشه چربی آب شده قبقب قب را گذاشتم کف دستش. باید اینو به مالی به تمام بدنت. در شیشه را باز کرد و محتویاتش را بو کشید. بوی عجیبی میده. بابا تو فکر میکنی من و تو شبیه هم هستیم؟ از چه نظر؟ قیافه نه نمیدونم شخصیت این بدترین کابوست نیست یکی دوتا کابوس بدترم دارم صدای وزوز وز شنیدیم هر دو برگشتیم ولی ندیدیم صدا از کجا میآید بابا پیراهنش را درآورد و یک انگشت از چربی برداشت و مالید به سینه و شکمش. تو هم میخوای؟ نه من خوبم. حالت تهوع گرفتم. حالا داشتم به زنی که موقع زایمان مرده بود فکر می در این فکر بودم که آیا بچهش زنده مانده یا نه و اگر بفهمد چربی قبقب قب مادرش به او ارث نرسیده ناراحت می شود یا نه؟ بابا در حالی که زیر بغلش را چرب می کرد گفت ادی با اون چیزی که ازش تو ذهن داشتیم خیلی فرق داره نه؟ وسوسه شدم تکگویی بیمار و تهدیدهایش را برای پدرم بازگو کنم. ولی پشیمان شدم چون نمیخواستم عصبی ترش کنم. درسته واقعی نبود ولی بازم برات خوب بود. یه دوست داشتی. میدونم. ادی اولین کسی بود که در مورد آسترید به هم اطلاعات به درد بخور داد. واقعا؟ گفت یاد داشته پاریست رو بخونم. خوندی؟ جلد به جلد تو به هم زد شدید سزای آدم فضول همینه این را گفت و دمپاییش را درآورد و چربی را لای انگشت های پایش مالید صدای چلب چلب بلند شد نوشته بودی ممکنه من تناسخ زودتر از موعد تو باشم. رویش را برگرداند. چند لحظه چشمانش را بست و دوباره بازشان کرد. جوری نگاهم کرد انگار وردی جادویی خوانده تا من ناپدید شوم. و حالا از دیدن اینکه هنوز روبرویش ایستادم حالش گرفته شده. چی میخوای بگی؟ هنوزم به چیزی که نوشتی اعتقاد داری؟ فکر می کنم احتمالش خیلی زیاده. حتی با اینکه به تناسخ اعتقاد ندارم. اما این بی معنی ترین چیزی بود که به عمرم ازت شنیدم. دقیقا. احساس کردم خشمی قدیمی درونم می جوشد. این مرد چندشاور کیست؟ رفتم بیرون و در را محکم به هم زدم. بعد دوباره بازش کردم. گفتم اون پماد دفع حشرات نبود. میدونم. تو فکر میکنی من چربی آب شده قبقب رو تشخیص نمیدم؟ سر جایم ایستادم. ذهنم خلع مطلق گفت گوش واسداده بودم احمق پس چه مرگته برای چی اون کسافت و مالیدی بتند من دارم میمیرم جسپر نمیفهمی؟ چه فرقی میکنه چی به مالم به تنم؟ چربی قبقب، چربی شکم، پشکل بز، چه فرقی میکنه؟ وقتی داری میمیری حتی اشم بی بیمعنی میشه. بابا با عجله به سمت فنا میرفت. جسمش هر روز ویرانتر میشد. روحش هم. نمیتوانست بر وحشتش از اینکه کارولین پیش اموتری برگردد غلبه کند. حتی از اینکه درباره احتمالش هم حرف بزنیم می ترسید. فکر می کرد مدام درباره او صحبت می کنیم. ترس او کم کم به موضوعی داغ برای گفتگوهایمان بدل شد. اینگونه بود که به توهماتش حیات می دمید و رهایشان می کرد. شام خوردن هایمان به ساکتی بار اول بودند. تنها صدایی که شنیده میشد آههای بلندی بود که پدرم بین قاشقهای سوپ پر ادویه میکشید خشمگین بود از اینکه هیچ کداممان برایش دل نمیسوزانیم خیلی ترحم نمیخواست حتی یک ذره هم چاره نیازش را میکرد تری هم کمکی نبود هنوز میخواست به برادرش لذت و انگیزه ببخشد و کارولین هم از او بدتر جوری رفتار میکرد انگار اصلا به مرگ او باور نداشت خودش را وقف عمل بیجیره و مواجب وارونه کردن روند سرطان پدرم کرده بود و هر جور جادو جنبلی را با خود به خانه می آورد درمان روان روحی، تصور درمانی، تعمیر کارما. اطراف پدرم پر شد از نفرت انگیز ترین شکل مثبتگرایی گرایی. منفورترین چیز برای مردی رو به مرگ. شاید به این خاطر که فکر و ذکر کارولین شده بود نجات جسم پدرم و فکر و ذکر تری نجات روحش فکر و ذکر پدرم شد انتحار می گفت مردن به دلایل طبیعی خیلی کاهلانه است هرچه بیشتر میخواستند او را با روش های عجیب و غریب نجات بدهند بیشتر به پایان دادن زندگی به دست خودش فکر می گرد. یک شب صدای فریاد پدرم را شنیدم. از اتاقم آمدم بیرون و دیدم تری یک بالشت به دست دارد و دنبال پدرم می چه خبره؟ می خواد منو بکشه. من نمی تو بمیری. خودت دوست داری بمیری. من فقط می کمکت کنم. از من دور شو عوضی. من گفتم می خوام خودکشی کنم. نگفتم می به قتل برسم. بیچاره بابا نه اینکه ایده های درخشان نداشت مسئله این بود که ایده های بیشمارش با هم تضاد داشتند و یکدیگر را نقض می کردند. بابا دوست نداشت به دست برادرش خفه شود ولی توان کشتن خودش را هم نداشت تری گفت بذار این کار را بکنم من همیشه هوا تو داشتم از این به بعدم دارم نه وقتی مادرمون میخواست منو بکشه کجا بودی؟ چی داری میگی؟ بابا مدتی طولانی به تری خیره ماند. بالاخره گفت هیچ. میدونی چیه؟ تو نمیدونی چطور باید بمیری چون خودتو نمیشناسی. خب من کی هستم؟ خودت بگو. بعد از چند لحظه پدرم خود را این گونه معرفی کرد. غیبگوی تجلی محدود. به نظر من خیلی خوب آمد ولی تری نظر کاملا متفاوتی داشت. مسیحی که جرأت قربانی کردن خود را ندارد. ناپل اونی که جربوزه نبرد ندارد و شکسپیری که از استعداد نوشتن بی است. کاملا واضح بود بالاخره داشتیم به تعریف پدرم نزدیک می شدی. بابا نالهی کرد و به زمین خیره شد. تری دست عریض و چاقش را روی شانه برادرش گذاشت. میخوام قبول کنی با اینکه این همه روی این زمین زندگی کردی بازم نفهمیدی کی هستی اگه هم نفهمی کی هستی چطور میتونی چیزی که هستی باشی بابا کلامی بر لب نیاورد ولی دوباره نالید مثل حیوانی که والدینش را در ویترین قصابی دیده باشد در مسیر رفتن به اتاقم فکر کردم آیا می دانم که هستم؟ بله می دانم. من کسپر هستم. نه جسپر منظورم است. از همه مهمتر این که من پدرم نیستم. من روند تبدیل شدن به پدرم را طی نمی کنم. من تناسخ زود هنگام پدرم نیستم. من خودم هستم همین و بس این افکار حالم را به هم زد احساس کردم حالت تهوع شکل صورتم را به هم ریخته از تخت آمدم پایین و رفتم جلوی آینه نه بدتر بودم و نه بهتر ولی فرق کرده بودم فکر کردم به همین زودی است که دیگر خودم را نشناسم. بلای غریبی داشت سر صورتم میآمد. چیزی که صرفا فرایند مسنتر شدن نبود. داشتم به کسی غیر از خودم تبدیل می شدم. سر و صدای شدیدی از بیرون آمد. چیزی یا کسی در مرغدانی بود. از پنجره بیرون را نگاه کردم ولی چیزی ندیدم جز باز تا به صورت ناآشنایم بر شیشه. چراغ را خاموش کردم ولی با وجود محتاب باز خیلی سیاه بود. صدا ادامه پیدا کرد. قطعا حاضر نبودم بروم بیرون ببینم چه خبر است. خدا میداند چه جانورهایی در جنگل های تایلند زندگی می کنند و خدا میداند چقدر گرسنند. تنها کاری که ازم برمیآمد این بود که چشمانم را محکم ببندم و سعی کنم بخوابم. صبح بلند شدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم. مرغدانی هنوز سر جایش بود. یک جورهای انتظار داشتم از دهانی عظیم و تفچکان آویزان باشد. رفتم سر در پشتی. علف زیر پایم سرد بود و نمناک. هوا مزه عجیبی داشت. مثل قرص نعنای قدیمی که تعمش را از دست داده. با احتیاط راه می رفتم. آماده بودم تا اگر حیوانی به هم حمله کرد فرار کنم سمت خانه. توی مرغدانی همه چیز به هم ریخته بود. قوطی های رنگ باز شده بودند و محتویاتشان روی زمین و نقاشی پاره پاره من از صورت شناور ریخته بود. چه کسی نقاشی مرا از بین برده بود؟ چرا؟ کاری نداشتم جز اینکه برگردم توی تخت هنوز پنج دقیقه هم از دراز کشیدنم نگذشته بود که صدای نفس زدن به گوشم خورد خودم را زدم به خواب فایده نداشت نفس نزدیک و نزدیک تر شد به حدی که روی گردنم حسش کردم امیدوار بودم ایدی نباشد بود چشم باز کردم و دیدم رویم خم شده. از جا پریدم. چی میخوای؟ امروز چی کاره جسپر؟ میخوام بخوابم. اگه بذاری؟ میخوام با ماشین برم ببینم میتونم یه کاری رو به سرانجام برسونم یا نه. باشه. خوش بگذره. به تو هم. ولی باز هم از جایش تکان نخورد با اینکه کار دشواری بود دلم برایش سوخت جور دیگری نمیتوانم بگویم شبیه کسی بود که عشقش را از دست داده بد ای داشت ادی پرسید نمیخوای با من بیای پیشنهاد ترسناکی بود سر کردن تمام روز با ادی چیزی نبود که به نظرم جالب بیاید. اگر هم میخواست بالا سر مریض برود که دیگر بدتر. ولی چیزی بدتر از در خانه ماندن با صدای جیرینگ جیرینگ مرگ پدرم برایم متصور نبود. زیرا آفتاب بی امان با بی میلی راه افتادیم. مرا باش که فکر می کردم استرالیا گرم است. شرجی کوهستان غیر قابل تصور بود. احساس می کردم در کیسه سفرایم هم دانه های درشت عرق تشکیل شده. ادی میراند و حرفی رد و بدل نمی شد. وقتی ادی ساکت بود احساس می کردم تنها آدم دنیا هستم. هرچند وقتی حرف میزد هم همین حس را داشتم. هر جا می رفتیم مردم نگاهمان میکردند. نمیفهمیدند چرا یک آدم چهل و چند ساله ناگهان تصمیم گرفته دکتر شود. بر هم زدن نظم طبیعی بود. ادی سعی می کرد با آرامش با مسائبش برخورد کند ولی کاملا واضح بود این تلاش خستهش کرده. در مورد ساکنان سالم و بی آزاران دهکده پرسلح و صفا فقط حرف های بدخواهانه و غیر دوستانه می زد. نمی رضایتشان را از زندگی تحمل کند. حتی در مقابل سنت با نمک تایلندی لبخند زدن مثل عقب افتاده ها در تمام شرایط ممکن مقاومت می‌کرد. هرچند برای کشاندن بیماران به مطب لازمش داشت ولی لبخند فقط بر یک وجه از چهرش می نشست. من صورت واقعیش را دیده بودم. با لبانی خشمگین و به هم فشرده و عصبانیتی آدم کشانه ولی مهار شده در چشمانش. کنار جاده ناهار خوردیم. هیچ بادی حس نمی کردم ولی شاخه های درختان گاهی تکان می خوردن. ادی بعد از ناهار گفت بتری گفتی شما رو از اینجا ببره؟ آره اما میخواد بمونه. فکر میکنه قرار یه اتفاق بد توی خونه تو بیفته. میخواد ببینه چیه. واقعا این برای ما خبر بدیه. قبل از اینکه ادی فرصت کند حرفش را ادامه بدهد صدای موتورسیکلتی شنیدیم که با سرعت زیادی در حرکت بود ادی گفت ببین کی اینجاست دکتر عتیقه ببین چه از خود راضیه موتورسیکلت جیغ کشان میآمد سمت ما و گرد و خاک بلند میکرد سخت بود باور اینکه یک عتیقه بتواند با این سرعت موتور سواری کند وقتی دکتر ناگهان زد روی ترمز ادی وضعیت نشستنش را درست کرد سخت است برنده به نظر آمدن وقتی کاملا مشخص است بازنده ای. ولی به هر حال جست اهمیت دارد دکتر شست و چند سال داشت ولی اندامش شبیه شناگرهای المپیک بود. هیچ نشانه ای از تکبر در او ندیدم. با ادی چند کلمه رد و بدل کردند. نمیفهمیدم چه میگویند ولی موقع مکالمه چشمان ادی چنان پهن شدند و صورتش چنان تاریک که خدا را شکر کردم زبانشان را بلد نیستم. وقتی دکتر گازش را گرفت و رفت از ادی پرسیدم چی گفت؟ همین روزا بازنشسته میشه؟ خبر بد، لعنتی، خبر افتضاح دکتر یه دستیار جوون داره که اهل همین جاست و آماده برای جانشینی این عتیقه. دیگر تمام بود. دیگر ادی در این جامعه کوچک رسما هیچ نوع کارایی نداشت و خودش هم این را میدانست. فقط دلم میخواست بخوابم. ولی وقتی وارد اتاقم شدم فهمیدم خوابیدن غیر ممکن است. بیشتر به این خاطر که کارولین نشسته بود لبه تختم. گفت امروز رفتم دهکده خواهش میکنم کارولین دیگه حوصله چربی قبقب ندارم یک کیسه چرمی کوچک داد دستم که سرش با نخ محکم شده بود گرفتمش و از داخلش یک گردنبند بند درآوردم که سه چیز عجیب ازش آویزان بودند حدسم را گفتم یه تیک آج فیل و یه جور دندون آره دندون ببر آها آه سومی چیه؟ چشم خشک شده ی گربه چه عالی فکر کنم الان باید برم پیش بابام و اینو بندازم گردنش نه این مال توه مال من؟ آره این گردم بند دفع بلاست. و انداختش دور گردنم و عقب رفت و جوری نگاهم کرد انگار طول سگ غمگینی هستم پشت ویترین فروشگاه حیوانات خانگی. این برای چیه؟ برای محافظت از تو. از چی؟ چه حسی داری؟ من خب فکر کنم یکم خستم. گفت کاش پسرم و دیده بودی. آره کاش دیده بودم. بیچاره کارولین ظاهرا میخواست چندین مکالمه را همزمان پیش ببرد ولی نمیتوانست اولویت بندیشان کند. ناگهان ایستاد و گفت باشه و از در پشتی رفت بیرون. میخواستم گردم بند را از گردنم در ولی ترسیدم. فکر کردم وقتی گردنم باشد بیشتر در امانم. فکر کردم چیزی که آدم را مجنون می کند تنهایی یا درد نیست. ماندن در وضعیت وحشت مدام است. چند روز بعد را جلوی آینه گذراندم. و اعضای صورتم را با دستم تایید کردم. دماغ اینجا. چانه اینجا. دهان، دندان، پیشانی. این حضور و غیاب مسخره تنها کار با ارزشی بود که برای وقت گذرانی به فکرم می رسید. یک جای دیگر خانه کارولین و بابا و تری مثل سگ هار دنبال هم گذاشته بودند. تا حد امکان فاصله را با آنها حفظ می کردم. مدتها با ایدی در مطبش می نشستیم. حالا دیگر به نظرم می آمد این او بود نه من که زندگیش شبیه تصادفی با حرکت آهسته شده بود و به هیچ عنوان حاضر نبودم نمایش را از دست بدهم. زمنان هدیه کارولین مرا بابت سلامتم به شک انداخته بود و فکر کردم بهتر است ادی نگاهی به هم بیاندازد. سر پایم را معاینه کرد. نبز ضعیفم را گرفت. واکنش های عصبی بیمایم را امتحان کرد. حتی به او اجازه دادم خونم را بگیرد نه اینکه در ناحیه یک آزمایشگاه وجود داشته باشد که بخواهد خون را بفرستد آنجا فقط سرنگ را پر کرد و بعد به عنوان یادگاری دادش به من در آخر گفت هیچ مشکلی ندارم در مطب نشسته بودیم و با گوشی طبی رادیو گوش می کردیم که ناگهان اتفاقی عجیب و غیر مترقبه افتاد. یک مریض زنی وارد شد بسیار ناراحت و عصبی. ادی چهرهش را جدی کرد که به نظرم نمایشی نیامد. من نشستم لبه صندلی و زن شروع کرد حرف زدن. ادی برایم ترجمه کرد. دکتر خیلی حالش بده. ظاهرا داره می میره. مدتی طولانی به من خیره ماند تا نشانم بدهد لبخند نمیزند. زند. هر سه در ماشین ادی چپیدیم و با سرعتی وحشتناک رفتیم سمت خانه دکتر. وقتی رسیدیم وحشتناک ترین جیغی که می شود تصور کرد به گوشمان خورد. ادی گفت دیر شد مرد از کجا میدونی؟ از صدای شیون حق با ادی بود هیچ چیز مبهمی در آن شیون وجود نداشت ماشین را خاموش کرد کیف پزشکیش را برداشت و موهایش را با دست صاف کرد اون که مرده میخوای چیکار کنی باید مرگش رو اعلام کنم یعنی به نظرت اون جیغ وحشتناک کافی نبود؟ حتی تو ده ای مثل اینجا هم قانون باید رایت بشه. مرگ مرده باید رسما تایید بشه. نفسی عمیق کشیدم و دنبال زن و ادی وارد خانه شدم. ده دوازده نفر دور تخت دکتر حلقه زده بودند. یا آمده بودند برای سوگواری یا کمی قبلتر برای تماشای مردنش خودشان را رسانده بودند. دکتری که چند روز قبل با موتورش در کوچه پس کوچه ها ویراج میداد حالا کاملا بی حرکت بود. مردی که به اندام مجسم وارش حسادت کرده بودم حالا فرو ریخته بود. بدنش حالتی داشت انگار کسی با یک جارو برقی قوی همه چیزش را بیرون کشیده بود قلب قفسه سینه ستون فقرات همه چیز راستش حتی پوست و استخوان هم نبود فقط پوست ادی را زیر نظر گرفتم ولی خودش را بی خطر و صمیمی نشان میداد حالتش با آن افکار شریرانه ای که در سر داشت جور در نمی آمد. پزشک دهکده مرده بود. حالا ادی مانده بود و دکتر جوان. مشخص بود ادی دارد فکر می کند بی اعتبار کردن دکتر جوان کار سختی نیست. ادی خودش را جمع و جور کرد و مشغول اقوای سوگواران شد. این اولین اعلان رسمی تبابتش بود. همه یواش با ادی حرف می زدن. وقتی رو به من کرد اخگری حاکی از جنون، بیرحمی، لجاجت و گمراهی در چشمانش دیدم. شگفتانگیزند پیچیدگی هایی که در زمان مناسب در چهره دیده می شوند. ادی مرا کشید کنار و گفت دستیار دکتر زمان مرگ اینجا بوده و گواهی مرگ را امضا کرده. بعد زیر لب گفت وقت حروم نکرده بی پدر. الان کجاست؟ رفته خونه استراحت کنه. ظاهرا اونم مریضه. این بار ادی نتوانست شادیش را پنهان کند. آدرس خانه دکتر جوان را پرسید و راه افتاد تا با مسامه کاری و شلختگی هرچه تمامتر مداوایش کند. مطمئن بودم. تند رانندگی می کرد. دیدمش که شیرین ترین لبخندش را در آینه بغل تمرین می کرد. معنایش این بود که دارد خود را برای نقش سلطان ظالم آماده می کند. دکتر جوان در کلبه ای بالای کوه تنها زندگی میکرد. ادی با عجله وارد شد. پا به پایش راه رفتن سخت بود. دکتر جوان با لباس روی تخت دراز کشیده بود. وقتی وارد شدم دیدم ادی رویش خم شده. پرسیدم حالش خوبه؟ ادی جوری دور تختش ورجه ورجه می کرد انگار مشغول رقص پیروزی است. فکر نکنم زنده بمونه. مریضیش چیه؟ مطمئن نیستم. ویروسیه ولی یه ویروس نادر. نمیدونم چطور باید درمانش کرد. گفتم اگه دکتر قبلی گرفته و حالا هم این یکی مبتلا شده پس واگیر داره. من که رفتم بیرون دستم را گذاشتم روی دهانم و از کل به خارج شدم نه احتمالاً واگیردار نیست از کجا میدونی تو که نمیدونی چیه میتونه یه چیزی باشه که توی شکمشون وول میخوره و توی دل و رودشون تخم میذاره اه حالم به هم خورد یا یه غذایی باشه که با هم خوردن لازم نیست نگران باشی. در راه بیرون رفتن گفتم خودم تصمیم میگیرم کی و کجا نگران بشم. دکتر جوان دو روز بعد مرد. ادی تمام مدت از کنار تختش جمع نخورد. با اینکه ادی گفت بیماریش مصری نیست، حاضر نشدم پایم را در آن دخمه مرگ بگذارم. دقیقا متوجه شدم دکتر جوان چه لحظه ای مرد چون باز هم آن زجه های جگر خراش در روستا تنین انداخت. راستش نسبت به این گونه سوگواری نمایشی مشکوک بودم و نهایتا به این نتیجه رسیدم این هم یک جور تیک فرهنگی است مثل آن لبخندها. فکر کردم این سوگی غیر قابل مهار نیست نمایش سوگ غیر قابل مهار است دو چیز کاملا متفاوت اینگونه بود که ادی پزشک دهکده شد چیزی را که میخواست به دست آورد ولی باز هم آرام نشد اشتباه من بود که فکر می کردم آرام می شود. اشتباه ادی همین بود که فکر می کرد مفت و مسلم پزشک دهکده شدن باعث می شود روستاییان به او روی خوش نشان بدهند. با هم می رفتیم و در خانه مردم را می زدیم. بعضی در را توی صورت ادی می بستند. فکر میکردند دو دکتر قبلی را سحر و جادو کرده آبله به خانه هایشان انداخته ادی مثل یک دزد قبر از در خانه برمیگشت ولی در هر صورت گشتمان را میزدیم هیچ کس دم به تله نمیداد چون ظاهرا هیچ کس اینجا مریض نمیشد من فکر می کردم احتمال خیلی مختصری هست کسی مریض نشود. ولی ادی گوشش به دهکار نبود و روز به روز تلخ می شود. این میزان از سلامت دیوانش کرده بود. حتی یه مریضم نیست. تنها چیزی که میخوام اینه که یه نفر مریض بشه. بعد مریض بشه. اینا دیگه کیان؟ فنا امیدوارم بیماری نورون حرکتی بگیرن بفهمند دنیا دست کیه. از ته دلش می گفت با نفرت تمام. خدا را شکر بابت حوادث کشاورزی. بعد از چند قطع عضو ناخواسته و از این قبیل توانست چند تا مریض برای خودش جور کند. مردم آنجا از بیمارستان وحشت داشتند و بنابراین ادی مجبور بود همه کارها را در همان شالیزارها انجام بدهد. کارهایی که اگر قرار بود برای من انجام شود فقط دلم میخواست در استریل ترین جای ممکن باشد ولی برای آنها مهم نبود وقتی ادی بالاخره بعد از سالها که از اتمام دوران تحصیلش گذشته بود حرفه پزشکی را آغاز کرد من برگشتم خانه تا با نمایش هایی روبرو شوم که مطمئن بودم در قیاب من به جاهای داغی رسیدند. کارولین گفت من عاشق برادر شوهرم شدم. انگار داشت در یک مصاحبه تلویزیونی آمریکایی حرف میزد و من اسامی آدمهایی را که صحبتشان بود نمیدانستم. صندلی را که برای بسته نگه داشتن در استفاده کرده بودم صاف کرد. میدونم سخت کارولین ولی نمیتونی یه کم سب کنی؟ تا مرگ پدرت؟ من خیلی آدم بدی هستم. دارم روز شماری میکنم میخوامون بمیره. پس دلیل تلاش های تبالودش برای افزودن بر روزهای زندگی پدرم معلوم شد. احساس گناه این حس را داشتم که بعد از مرگ پدرم او بیشتر از همه ما ازاداری خواهد کرد. در واقع این احتمال وجود داشت که مرگ پدرم این زن را نابود کند. فکر کردم باید با پدر در این باره حرف بزنم. با احتیاط البته. و ازش خواهش کنم تا وقتی زنده است او را به تری ببخشد. مرگش کارولین را دیوانه می کرد. چون کارولین آرزوی مرگش را داشت. میدانستم بحث ناخوشایندی در پیش دارم ولی به خاطر کارولین به خاطر تصویر آن چشمان شیدای غمگین باید این موضوع را مطرح می کردم. بابا زیر چراغ خاموش روی تخت دراز کشیده بود. تاریکی به من جرأت داد کار دشوارم را انجام بدهم. یک راست رفتم سر اصل مطلب. تظاهر کردم کارولین چیزی به من نگفته و خودم شخصا به این نتیجه رسیدم. گفتم ببین میدونم خیلی دردناکه و منم میدونم تو چه جور آدمی هستی. آخرین کاری که دوست داری در آستانه مرگ انجام بدی یه کار با شکوهه. ولی واقعیت اینه که اگه بمیری و اون توی ذهنش آرزوی مرگ تو رو کرده باشه هیچ وقت نمیتونه خودش رو ببخشه. نابود میشه. اگه واقعا دوستش داری باید به برادرت هدیهش بدی. باید ازش جدا بشی و وقتی هنوز زندهای واگزارش کنی. بابا حرفی نزد. وقتی داشتم این سخنرانی مخوف را می کردم با خودم گفتم اگر کسی این حرفها را به من می زد، یک چاقوی میوه خوری در زبانش فرو می کردم. بالاخره در تاریکی گفت تنهام بذار. روز بعد تری تصمیم گرفت که باید پرنده مرد را که هنگام قدم زدن صبحگاهی دیده بود به پدرم نشان بدهد و مرا هم به زور با خودش برد. فکر میکرد وقتی چشم پدرم به پرنده بی حرکت بیفتد خوشحال می شود از اینکه هنوز میتواند بجمبد. ایده بچگانه ای بود. پدرم تا حالا هم، کلی چیزهای مرده دیده بود و هیچ کدام هم باعث نشده بود حس کند از زنده بودنش خوشحال است. همه بی کلام دعوتش می کردند به مرگ بپیوندد. این چیزی بود که من می دانستم نمی دانم چطور تری نمی دانست. بابا کنار پرنده بی حرکت قوز کرد و گفت فکر کنم باید کارولین رو از دوش من برداری. چی داری میگی؟ بابا با خستگی گفت فکر نکنم بتونه این مسخره بازی رو ادامه بده. منم نمیتونم. اگه تو مثل یه بچه خوب مرده میموندی شاید میتونست. ولی حتما باید از گورت بلند میشدی. غلط میگم؟ نمیدونم الان باید چی کار کنم. خودتو نزن به اون راه تری. من ازش جدا میشم و تو برای خودت برش دار. باشه؟ تری مثل برق گرفته ها از جا پرید. قبول این احتمال رو در نظر میگیرم ولی چی باعث شده فکر کنی اونم موافقه؟ خفه شو تری. تو از همون اولم یه عوضی خودخواه بودی. پس چرا همین سنت رو ادامه نمیدی و همه چیز رو برای خودت نمیخوای؟ یه لغمه از زنی که دوستش داری و اونم به شکل غیر قابل فهمی تو رو دوست داره. من همیشه فکر میکردم به خاطر بی تقارنی اعضای صورتمه که توی به دست آوردن زنا شکست خوردم. حالا اینجا رو نگاه کن. چاقترین مرد زمین از من موفق تره. تو از من چی میخوای مارتی؟ فقط مواظبش باش. همین. تری گفت نمیدونم راجع به چی حرف میزنی. و دهانش به اشکالی عجیب و غریب درآمد اما صدایی خارج نشد. انگار داشت سعی میکرد معادلهای پیچیده و طولانی را به حافظه بسپارد. من و بابا رفتیم پیش کارولین که در باران زیر درخت نشسته بود. میدانستم حسابی مشغول شکنجه خودش است. احساس می کردم می توانم افکارش را کلمه به کلمه در سرم بشنوم. داشت به شر فکر می کرد. یا خودش شر را به تصرف درآورده بود یا شر او را به تصرف خود درآورده بود میخواست خوب باشد فکر میکرد خوب نیست فکر میکرد قربانی شرایط شده و تمام آدمهایی که کارهای اهریمنی میکنند قربانی شرایط هستند فکر میکرد پدرم سرطان ندارد خود سرطان است. آرزو می کرد پدرم عاشق کس دیگری شود و آرام در خواب بمیرد. احساس میکرد پدرم داستان زندگیش را با خطی خرچند قورباغه نوشته تا ناخانا شود. فکر میکرد کرد زندگیش ناخانا و نامنسجم شده. این چیزی بود که مطمئنم از افکارش شنیدم. با او احساس همدردی می کردم. آرزو کردم زمین دهان باز کند و او را ببلد. پدرم با گام های بلند رفت سمتش و رک و راست همه چیز را به او گفت. باید حدس میزدم اولین حجومش به قلم رو و اعمال نیک نتیجه ای فاجعه بار خواهد داشت. واقعیت این است که بخشندگی روحش محدود بود و وقتی داشت با بزرگواری خود را در مهراب عشقشان قربانی می کرد نتوانست آزردگی را از چهرش بزداید. و همین باعث شد همه چیز نابود شود. این قیافه آزردهش بود که کارولین را منفجر کرد. نه چطور میتونی همچین حرفی بزنی؟ من دوستت دارم تو رو. من تو رو دوست دارم. بابا ادامه داد. ببین تری انتخاب اول تو بود. میدونم که تمام این مدت دوستش داشتی. تقصیر کسی هم نیست. وقتی قبول کردی با من ازدواج کنی فکر می کردی 20 ساله که مرده. همه همین فکر رو می کردی. پس چرا علکی تظاهر می کنی؟ بابا روی متقاعد کننده بودن حرفهایش کار کرده بود و موقع صحبت کردن هیجان داشت. چنان متقاعد کننده حرف زد که ناممکن ناگهان ممکن شد و همین باعث شد کارولین سردرگم شود من نمیدونم از من میخوای چی کار کنم میخوای بگی دیگه دوسم نداری آره شاید همینه و قبل از اینکه پدرم فرصت جواب دادن پیدا کند گفت من هر کاری تو ازم بخوای انجام میدم. من دوستت دارم. پس هر کاری از من بخوای میکنم. اراده پدرم در بوته امتحان قرار گرفت. کارولین چرا اینطور شکنجهش میکرد؟ چطور تحمل میکرد؟ پدر گفت ازت میخوام قبول کنی. چی رو قبول کنم؟ اینکه دوستش داری مارتین این قبول کن باشه قبول میکنم اولش فکر کردم برای چی باید زنده باشه چرا نتونست مرده بمونه و هرچقدر بیشتر با تری وقت گذروندم بیشتر فهمیدم هنوز بهش علاقه دارم بعد فکر کردم تو برای چی زنده ای؟ چرا اینقدر یواش میمیری؟ چقدر ناعادلانه است یکی که عاشق زندگی مثل پسرم باید یه بمیره و یکی که دوست داره بمیره مثل تو تا ابد زنده است. هر بار حرف از خلاص کردن خودت میزنی من امیدوارتر میشم ولی هیچ وقت این کار رو نمی کنی. فقط حرف میزنی. چرا همش حرف میزنی وقتی جرأتش رو نداری؟ دیوونم کردی با این همه ادعا یا خودکشی کن یا خفه شو و اینقدر من رو امیدوار نکن کارولین ناگهان دست از حرف زدن کشید و دستش را جلوی دهانش گذاشت خم شد و بالا آورد استفراغ از لای انگشتانش ریخت بیرون. وقتی صاف شد صورتش از شرم کج و معوج شده بود. تمام اعضای صورتش زیر ذره بین شرم بزرگ شده بودند. چشمان گردش گردتر، دهانش گشادتر و سوراخ‌های بینیش به اندازه دهان سابقش. قبل از اینکه کسی چیزی بگوید دوید سمت جنگل بابا روی پاهای نحیفش پیچ و تاب خورد و قیافش جوری شد که تنها می توانم صفت دانه دار بهش بدهم. صورتش با زجه می گفت زندگی من توالی ناعادلانه و شرماوره پیشنهادات بی سر انجام است عشق پیشنهاد شکوه مند بازندم بود در مزایده درست همان لحظه تری از خانه آمد بیرون پرسید صدای داد و فریاد شنیدم بابا گفت دیگه متعلق به توه منظورت چیه؟ کارولین دیگه چیزی بینمون نیست. جدی میگی؟ بله. میتونین با هم باشین. دیگه برام مهم نیست. صورت تری از خون خالی شد. شبیه آدمی بود که بهش اطلاع دادند هواپیمایی که سوارش است باید با دماغه در دهانه یک آتش فشان فرود استراری کند. خب ولی من نمیتونم دوست دخترامو و بیخیال بشم. بهت گفتم عشق بدون مالکیت کار نمیکنه. نه اصلا بعد از این همه مدت نمیتونم به زندگیم پشت کنم. نه من نمیتونم با کارولین باشم. دوستش نداری؟ ولم کن. میخوای با من چی کار کنی؟ این را گفت و رفت به جنگل. ولی در جهت مخالف کارولی. پس مسلس به شکلی مؤثر از هم گسیخت. دیگر هیچ کس با هیچ کس نبود. سه نقطه دوباره تبدیل به سه خط موازی شدند. سه خط بدون طلاقی. آخ اشتباه از من بود. من شاهد صحنه ملاقات تری و کارولین در عصر همان روز نبودم. ولی بعدش که کارولین را دیدم مثل کسانی راه می رفت که بهشان آرام بخش تزریخ کردند. داد زدم حالت خوبه؟ هر از می ایستاد و به سرش مشت می زد. دوباره داد زدم کارولین با چشمانی ناامید نگاهم کرد. بعد تری از جلوی پنجره اتاقم گذشت. انگار بلدوزر از رویش رد شده بود. به من گفت صبح برمیگردیم بانکوک. بالاخره خبر خوب فکر کردم لابد با انفجار مسلس کنجکاویش در مورد اتفاق بدی که انتظارش را در خانه عدی میکشید فروکش کرده برای رفتن لحظه شماری می کردم و نمی توانستم تمام روز در خانه بمانم باید میرفتم بیرون هیچ انتخابی نداشتم جز اینکه با ادی سوار ماشین بشوم تا با هم به خانه ها سر بزنیم. ظاهرا از حضور من خوشحال بود و مشتاقانه سخنرانی عجیبی کرد. در باب قیاس پزشکان و خدایان به چند تا کشاور سر زدیم که بالاخره فهمیده بود بیماری مهلکی دارند بعد از معاینه درست جلوی چشم پدر مادرها به دخترانشان که شانزده سال هم نداشتند بند کرد. حالم به هم خورد. از آنجایی که چندان با فرهنگشان آشنا نبودم نمیدانستم این رفتار ادی چه خطراتی برایش خواهد داشت. ولی تلاشش برای اقوا و ترساندن و خریدن دخترهای بینوا مو بر اندام راست میکرد. دیگر هیچ خصیصه مثبتی در ادی نمیدیدم مردی که با او بزرگ شده بودم مرده بود بعد از ترک خانه ها زشت ترین الفاظ را برای آنها به کار می برد. هر کلمه و حرکتش با خشم و ناامیدی اشباع شده بود. موقعی که توی ماشین کنارش نشسته بودم، فکر کردم این مرد نارنجکی است که زامنش کشیده شده و امیدوارم وقت انفجار دور و برش نباشم اما بعد منفجر شد و من دور و برش بودم پیشانیم را چسبانده بودم به شیشه و آرزو می کردم کاش جنگل اطرافمان حیات یک هتل آنچنانی بود و می توانستم هر وقت دلم بخواهد بروم طبقه بالا توی اتاقم و بخزم وسط ملافه های تمیز و زنگ بزنم که اتاق را تمیز کنند و با قرص خواب اووردوز کنم. ادی گفت این چیه؟ و خیالاتم را برهم زد. یک دختر چارده پانزده ساله در جاده میدوید و تکان میداد و به ما اشاره میکرد که توقف کنیم. فکر کردم درد سر از راه رسید. ادی زد کنار و هر دو از ماشین پیاده شدیم. به ادی اشاره میکرد که دنبالش برود. دستگیرم شد پدرش مریض است خیلی مریض. دخترک حل کرده بود. میخواست ادی همان لحظه با او برود. ادی هرفی ترین جستش را گرفت و علائم بیماری را برایم ترجمه کرد. تب، تهوع، درد شدید شکم، هزیان و بیهسی دست و پا. ادی همزمان نالید و آه کشید. بعد انگار که تصمیمش را گرفته باشد سرتکان داد. دختر ملتمسان جیغ زد. چه نخشه ای داشت؟ دختر دست من را گرفت. خواهش، خواهش. چی شده ادی؟ هیچی. فکر نکنم امروز بتونم برم بالا سرش. شاید فردا. اونم اگه وقت کنم. دختر به انگلیسی گفت شما نفهمید پدرم دارد میمیرد. گفتم ادی داری چی کار میکنی؟ جسپر میشه بری یه قدمی بزنی؟ لازم نبود نابغه باشم تا متوجه شوم دارم در کسیفترین شکل از اخازی مشارکت میکنم. گفتم من نمیرم. ادی با نفرتی متمرکز و خورد کننده نگاهم کرد. رویارویی نهایی بود از پشت دندانهای قفل شدهاش گفت جسپر بهت میگم از اینجا گم شو برو نه امکان نداره ادی قاتی کرد و با تمام حجم ریش سرم فریاد کشید هر کاری میتوانست کرد که دکم کند تا به کسافت کاریش برسد از جایم جمع نخوردم. فکر کردم همین است. اولین تقابل فیزیکیم با شیطان. با تمام وجود دلم میخواست پیروز شوم. نشدم. هلم داد. هلش دادم. دوباره هلم داد. داشت خسته کننده میشد. مشت زدم. ادی جا خالی داد. بعد او مشت زد. من هم سعی کردم جا خالی بدهم ولی نتیجهش این شد که مشت به جای برخورد با صورتم با پیشانیم ارتباط برقرار کرد. عقب رفتم و او هم از بی تعادلیم سو استفاده کرد و یک جفتک غیر منتظر پراند که خورد به گلویم. از پشت افتادم و سرم خورد زمین. صدای بسته شدن در ماشین را شنیدم و وقتی روی پای ایستادم کاری ازم بر نمی آمد جز اینکه دور شدن ماشین را تماشا کنم. ادی ای این حرام زاده نفرت انگیز. از اینکه نتوانستم آن دختر بینوا را نجات بدهم احساس گناه کرد. ولی اگر کسی که از بچگی میشناسیدش چنان مصمم به ارتکاب جنایت باشد که لگدش تا گلویتان برسد چه کاری از دستتان برمیآید در هر صورت دیگر خیلی دیر شده بود آن ابلیس با دخترک زد به چاک و مراتک و تنها در ناکجا تنها گذاشت جایی که فکر کنم تمام گرمای تایلند یک جا جمع شده بود. ساعتها راه رفتم. انبوه پشه های حیجان زده مشتاقان تعقیبم می کردند. هیچ کس نبود. هیچ نشانی از زندگی انسانی دیده نمی شد. تصور اینکه تنها موجود بودم کار سختی نبود ولی همین هم باعث نشد احساس تنهایی کنم. لذت بخش است تصور اینکه تمام انسانها مردند و این قدرت را داری که تمدنی نو را شروع کنی؟ فکر کردم تمدن جدیدی آغاز نخواهم کرد. چه کسی می تواند بار شرمندگی پدر نسل بشر بودن را، به دوش بکشد من که نمیتوانم می توانستم خود را شاه مورچگان ببینم یا رئیس دسته خرچنگ ولی ادی مرا از هر چه انسان بیزار کرده بود چنین کاری از عهده یک نفر هم آید عرق ریزان را هم و به فانتزی تنها انسان زمین بودن پروبال و بال می دادم. راستش اهمیتی نمیدادم که در جنگل گم شدم. چند بار ممکن است چنین اتفاقی در زندگیم بیفتد. پیش بینی کردم خیلی. این بار در جنگل، بار دیگر در اقیانوس، بعد در پارکینگ یک مجتمع تجاری، تا اینکه نهایتا در فضا گم شوم ببینید کی گفتم ولی عمر تنهاییم کوتاه بود از قر تپه صدای آدم شنیدم رفتم لبه شیب و حدود بیست کشاور زیدم که گرد یک ماشین پلیس حلقه زده بودند. هیچ چیزی در این منظره نبود که این احساس را به من بدهد که ربطی به من دارد. ولی چیزی به من گفت نروم پایین. فکر کنم وقتی همیشه بی دلیل احساس گناه داشته باشی همین بلا سرت می آید. روی پنجه پای استادم تا بهتر ببینم. وقتی این کار را کردم سایه ای دیدم که آرام به سمتم می آمد. برگشتم. زنی میان سال که یک سبد سیب به دست داشت زل زده بود به من. نه به من زل نزده بود. داشت گردن بندم را چپ چپ نگاه می کرد. با لحجه ای به قلزت جنگلی که احاته امان کرده بود گفت سرتو بگیر پایین. نزار ببیننت. با دستان دراز و ازولانیش مرا به سمت پایین فشار داد. روی شیب پر علف کنار هم نشستیم. من تو رو میشناسم. واقعا؟ تو دوست اون دکتره هستی مگه نه؟ چی شده؟ توی درد سر افتاده. پس فهمیده بودند برای معالجه پدر آن دختر او را به چه کاری واداشته. چه خوب؟ اصلا برایم مهم نبود زندانیش کنند تا همان بلایی که سر دختر آورده بود سر خودش هم بیاید. حقش بود. گفت جنازه ها رو نبش قبر کردن. راجب جنازه کیا حرف میزنی؟ دکتر پیره و دکتر جوونه. نبش قبر کردن؟ چرا همچین کار چندشی کردن؟ فکر میکنن ممکنه به یه ویروس جدید مبتلا شده باشند. چند سال پیش اینجا همه آنفولانزای مرغی گرفتن. برای همین هر وقت اینجا چند نفر با عوارض شبیه به هم میمیرن شروع به تحقیقات میکنن. جالب است ولی این چه ربطی به اخازی و تجاوز دارد؟ کالب و چه کافی کردن؟ فکر کنم میدونی چی پیدا کردن؟ یه توده وحشتناک از اعضای در حال فساد گفت زهر و با دقت نگاهم کرد تا واکنشم را ببیند. زهر به خودم زحمت ندادم جملهام را به پایان برسانم. معلوم است چه نتیجه ای گرفتند. و مشخص است نتیجه گیریشان هم درست بوده کار ادی بود حرامزاده نفرت انگیز برای برآوردن آرزوی والدین متوفایش دکتر و دستیار جوانش را کشته بود تا جانشینشان شود حالا پلیس میخواد دستگیرش کنه؟ نه. اونایی رو که پایین واسدادن دیدی؟ میخواست این سوالش را جواب بدهم؟ همانجا بودن دیگر. چطور؟ همان لحظه دو پلیس سوار ماشین شدند و رفتند. فضایی را که پیشتر ماشین اشغال کرده بود ها پر کردند. به پلیس گفتن دوست دکترت رفته کامبوج. دوست داشتم دیگر به ایدی نگوید دوست دکترت. هرچند می دانستم برای روشنگری خوب است. سه تا دکتر در این داستان نقش داشتند. ولی داشتم خنگبازی در می آوردم. چرا کشاورزان به پلیس گفته بودند ادی رفته کامبوج و چرا این زن بابت چنین چیزی هیجان زده بود نمی بینی میخوان قانون رو به دست خودشون اجرا کنن یعنی چی میخوان بکشنش نه فقط اون تو رو هم من و بقیه استرالیایی هایی رو که اومدن کمکش سب ببینم اون استرالیایی ها خانواده من هستن اونا هیچ کاری نکردن روحشونم خبر نداره من هیچی نمیدونم گفت بهتر نری خونه ولی من هیچ کاری نکردم کار ادی بود این دومین باریه که ادی یه مش وحشی رو میفرسته سراغمون خدای من حق با پدرم بود مردم اینقدر روی پروژه های ابدیشون اصرار دارن که باعث سقوط خودشون و تمام اطرافیانشون میشن. نگاهی توهی به من کرد. چه کار میتوانستم بکنم؟ نمیتوانستم وقت گران بها را صرف پیدا کردن پلیس کنم. باید میرفتم خانه و همه را مطلع می کردم که جماعتی خشمگین قصد دریدنمان را دارند. عجب گند و کسافتی شد این سفر. هی hey, برای چی کمکم می کنی؟ گردم بند تو میخوام. چرا که نه؟ با گردن انداختن این لامصب خیلی خرافاتی بازی درآورده بودم. گردم بند چندشاور را باز کردم و دادم به او. گرفت و خیلی سریع رفت. فکر کنم فقط از سر استیصال آن را به گردنم انداخته بودم. اگر پیش نداشته باشی و کسی بگوید یک دانشن خواص جادویی دارد می توانی در آن دانه آرامش پیدا کنی. گروه زیر پایم پیاده در جنگل راه افتادند. زمان تعقیبشان در فکر ادی بودم و خانواده ام و شگفت زدگیشان پس از دیدن این گروه تشنه به خون که به قصد کشتنشان آمده بودند. باید حواسم میبود تا با گروه خشن برخورد نکنم. تایلندی نبودم که بتوانم هم رنگ جماعتشان شوم. به جای پیش غذا درست قورتم میدادند. برای همین فاصله ام را حفظ کردم ولی راه خانه را بلد نبودم. مجبور بودم تا خانه ادی دنبالشان بروم. آشکار بود چه موقعیت دشواری پیش رو داشتم چطور می توانستم پیش از آنها برسم و بقیه را مطلع کنم وقتی مجبور بودم دنبالشان بروم باز هم یک موقعیت مرگ و زندگی دیگر به به همینطور که گروه حرکت می کرد بقیه هم بهشان ملحق می شدند تا اینکه جمعیتی تشکیل دادند و نهایتا بدل شدند به آوند زخیمی از انتقام. یک جور سونامی انسانی که سرعت و ابعادش لحظه به لحظه افزایش پیدا می کرد. هیچ چیز نمی توانست متفرقشان کند. صحنه رو بود. به شکل ترسناکی خود را برای قتل آمی خاموش آماده می کردند. گروهی نبودند که فریاد جنگ داده باشند. جماعتی بودند با لبهای فرو بسته که آرام جلو می رفتند. وقتی شروع کردم دویدن فکر کردم تا چه اندازه از هر ازدهامی بیزارم. از ازدهام طرفداران تیم ورزشی ازدهام طرفداران محیط زیست حتی از, از ازدهام سوپر مدل ها ببینید چقدر از هر ازدهامی متنفرم از من بشنوید آدمی زاد را فقط وقتی تنهاست می شود تحمل کرد. جالب اینجا بود که جماعتشان جماعتی دموکرات بود. هر کسی می توانست برای مسل کردن ادی و خانوادم بهشان ملحق شود. حتی چند بچه هم بودند. همین شگفت زدم کرد. چند آقای محسن هم بودند که با وجود کمرویی و ضعفشان تلاش میکردند سر پا بایستند انگار جذب گروه شده بودند و انرژیش را میمکیدند انگار بدنهای نحیف و ضعیفشان حالا انگشتان چالاک دستی قدرتمند بودند ولی مگر اینها بودایی نبودند؟ خب که چی؟ بودایی ها هم مثل بقیه از کوره در می روند مگر نه؟ انصافا ادی با زهر و جنایت و اخازی و تعرض آرامش درونیشان را به باد فنا داده بود. آرامش درونی نمیتواند در برابر حجومی چنین وحشیانه پایداری کند. هیچ کدام مثل بودا لبخند نمی زدند. لبخندشان شبیه افعی بود. شبیه اجده های چهل سر. حتی خورشید هم کیفیتی تهدیدآمیز داشت. آفتاب بر سرمان آوار بود. فکر کردم طبیعتا این قصابی نباید در روز روشن اتفاق بیفتد. جای چنین اتفاقی در ظلمات هست. چه اتفاقی افتاده بود؟ داشتن سریتر راه میرفتند. همان موقعش هم خسته شده بودم ولی باید مثل اسب میدویدم چقدر وحشتناک راستش می شود گفت هیجان انگیز بود کاملا آگاه بودم که برای متفکر خستگی ناپذیری مثل من این همه جنب و جوش لذت بخش بود گروهی قاتل در راه هستند چه کار می توانی بکنی غروب آسمان را با قرمزی ملایم و شربتی آغشته بود. قرمز زخم سر. همانطور که میدویدم آرزو کردم کاش یک قمه داشتم و شاخه های سر راهم را می بریدم. راهم را به زحمت از لابلای بوته های زبر سرخص باز می کردم. و پس این بارقه های آفتاب لکه های پراکنده روی زمین انداخته بودند. صداهای تهدیدآمیز همیشگی جنگل انگار از یک سینمای خانگی گران قیمت پخش میشدند. نیم ساعت بعد گمشان کردم. لعنتی. میخواستم خواستم چه کار کنم. چه کاری از دستم برمی دویدم، افتادم، بالا آوردم، دوباره بلند شدم. چرا آمده بودیم اینجا؟ لعنت به این تایلندی ها. یک گروه عصبانی استرالیایی ممکن است اینقدر کتکت بزنند که ریقت در بیاید. ولی میتوانی بعدش سینه خیز بروی خانه. این جنایت بود نه قتل عام بود پدرم کارولین تری از همه جا بی خبر و تنها با تمام توانم دویدم و گرما پشه ها و ترس نمی رسم. چطور می توانم خبرشان کنم؟ فکر کنم می توانم نه مگر اینکه فکری به سرم زد ولی احمقانه بود و از سر استیصال و ناممکن احتمالا زده بود به سرم شاید تخیلم داشت خودش را سرگرم می کرد ولی عجب فکری فکرم این بود ارتباط من و پدرم عمیقتر از یک ارتباط ساده پدر و پسری بود و مدتها بود فکر می کردم گاهی می توانیم ذهن هم را بخوانیم. پس اگر تمرکز شدیدی می کردم می توانستم پیام را به او برسانم. مسخره بود. شاید هم درخشان. مشکل این بود که نمیشد موقع دویدن تمرکز کرد و اگر می ایستادم و تمرکزم جواب نمیداد جماعت خشمگین را گم میکردم و به تبعش راه خانه را و همه می مردند. واقعا فکر می کردم می فکر هم را بخانیم. می توانستم چنین ریسکی بکنم. دویدن در میان گیاهان سختتر شده بود. و وقتی شاخه ای را کنار می زدم، تنها نتیجهش این بود که برگردد و به صورتم سیلی بزند. جنگل مهاجم شده بود. گروه از من فاصله می گرفت. قلبم داشت از کار می افتاد. خانوادم خواهند مرد. خطر کنم؟ گور پدرش بکن ایستادم جمعیت جانی بالای تپه ای از نظر گم شد قلبم درد می کرد. نفس عمیقی کشیدم تا تسکینش بدهم برای ارتباط با پدرم لازم بود به مراقبه‌ای عمیق برسم مجبور بودم عجله کنم ولی با شتاب نمی شود به آرامش مطلق درونی دست پیدا کرد. باید با چرب زبانی به راهش بیاوری. دگرگون کردن کیفیات ضروری ذهن مثل دویدن دنبال اتوبوس نیست. چارزانو نشستم روی زمین و بر نفس کشیدنم تمرکز کردم و مانترایم را پشت سر هم تکرار کردم. عجب! همین کار حجمی از ذهنم را آزاد کرد ولی حقیقتش سرم منگ بود. در حدی شفافیت ذهن داشتم که فقط بتوانم تا لبه خداگاهی بروم نبیشتر. درد شیرینی هم حس کردم ولی که چه؟ باید از همیشه فراتر می رفتم ولی داشتم چه کار می کردم؟ فقط یک مشت حرکت تقلیدی و مکانیکی. مطالعاتم در باب مراقبه به من سیستمی را آموخته بود. اینجوری بنشین، اینجوری نفس بکش، فلانجور بر تنفست متمرکز شو. ولی استفاده از این سیستم با چیزی که آن لحظه نیاز داشتم در تزاد بود. با اینکه این شکل از مدیتیشن را بارها و بارها به یک شکل آزموده بودم با یک شکل تنفس و یک شکل تمرکز این احساس به هم دست داد تمام این مدت در کارخانه کوکاکولا در خط تشتک گذاری کار می کردم. ذهنم آرام بود و هیپنوتیزم شده و کرخت. فایده ای نداشت. سعی بر رام کردن ذهن برانگیختم به این معنا بود که تضادی در ذهنم وجود داشت. این تضاد تمام انرژی را که برای برقراری ارتباط تلپاتیک با پدرم لازم داشتم تحلیل می برد. پس شاید می بایست دست از تمرکز می کشیدم. ولی بدون تمرکز چطور می توانستم ذهنم را آرام کنم؟ اول از همه به جای چهار زانو نشستن ایستادم و مثل جیمز دین در شورش بیدلیل تکیه دادم به درخت. بعد همانطور که آنو کیادم داده بود به صدای تنفسم گوش نکردم. به سر و صدای اطرافم گوش کردم. حتی چشمانم را هم نبستم باز بازشان کردم. داشتم بدون تمرکز درختان خیس را در آفتاب غروب می دیدم. ذهنم را تیز کردم. فقط حواسم به تنفسم نبود چشمم هم به افکارم بود. مثل آبشار اخگر فرو می ریختند. مدتی طولانی نگاهشان کردم. تعقیبشان کردم. نه به جایی که می رفتند. از جایی که می آمدند. تا گذشته میدیدم چطور این افکار مرا شکل دادند. مواد اولیه، سوپ جسپر شروع کردم راه رفتن و سکوت ذهنم هم همراهیم می کرد. هرچند سکوتش از جنس قیاب صدا نبود. سکوتی بود عظیم و تصویری و کرکننده. هیچ کس تا به حال درباره این شکل از سکوت به من نگفته بود. واقعا بلند بود. وقتی در جنگل راه می رفتم، توانستم به وضوح ذهن دست پیدا کنم. بعد ذهنم ساکت شد. ساکت ساکت. این اتفاق ناگهان افتاد. از استکاک درونی رها شدم. از ترس این آزادی کمک کرد تمام موانع سر را هم کنار بروند فکر کردم دنیا متورم می شود اینجا در دهانم می ترکد از گلویم پایین می رود چشمانم را پر می کند به طرز غریبی این چیز عظیم واردم شد و من برای آن جا نداشتم. کوچکتر بودم. حس خوبی داشتم از اینکه کوچک هستم. ببینید میدانم گفتن این حرف کمی عجیب است ولی از من بپذیرید. تجربم ربطی به عرفان نداشت. به علاوه خودم را هم گول نمیزنم. من قدیس نیستم. برای تمام خوشگل های کالیفرنیا هم حاضر نبودم مثل سان فرانسیس جراحات جزامی ها را با زبانم پاک کنم. ولی چیزی حس کردم که به عمرم احساس نکرده بودم. عشق. میدانم به نظر مسخره می آید ولی فکر می کنم حقیقتا دشمنانم را دوست داشتم. ادی، خانوادم، گروهی که دوان دوان می رفتند تا خانوادم را قسل عام کنند. حتی نفرت زهراگین مردم استرالیا. حالا خیلی هم از موضوع پرت نشویم. من دشمنانم را ستایش نمی کردم. با اینکه دوستشان داشتم عاشقشان نبودم. ولی نفرت غریزیم نسبت به آنها یک جورهایی بخار شد و رفت. این حجم احساسات کمی ترساندم. این جنون عشق که مثل چاقو در کره نفرتم فرو می رفت. پس آنوک اشتباه می کرد. سمر حقیقی مدیتیشن آرامش درونی نیست. عشق است. وقتی زندگی را برای اولین بار، به شکل یک کل میبینی و عشقی واقعی نسبت به این کلیت پیدا میکنی آرامش درونی به نظر هدفی کوچک و حقیر میآید در همین احوال خوش بودم که متوجه شدم هیچ تلاشی برای برقراری ارتباط با پدرم نمیکنم نزدیک بود بی خیال شوم و فکر کنم دار و دسته تایلندی ها کجا رفتند که ناگهان بدون هیچ تلاشی صورت پدرم پیش چشمم آمد. بعد اندام خمیدهش را دیدم. در اتاقش روی میز دلا شده بود. از نزدیکتر نگاه کردم داشت برای یکی از روزنامه های سیدنی نامه مینوشت. فقط تهنیت اول نامه را دیدم. کسافت های عزیز خط خورده و شده بود کسافت های عزیزم. متقاعد شدم این تصورم نیست و واقعا دارم پدرم را میبینم در زمان حال. فکر کردم بابا بابا منم. یک گروه در راه هست تا ادی و هر کی را در خانه هست بکشد. برو بیرون همه را ببر بیرون سعی کردم تصویری از تایلندی های خشمگین برایش ارسال کنم تا وقتی رسیدند به تواند شناساییشان کند. تصویری از گروه برایش فرستادم که خانه را محاصره می کردند. همه مسلح به ادوات کشاورزی دنیای قدیم. داست دستشان بود. خدای من. بدون اجازه من تصویر محو شد. چشمانم را باز کردم. شبی بود سیاه و ابری به قدری تاریک که می توانستم زیر زمین باشم. جنگل ناله های ترسناک می کرد. چه مدت اینجا بودم؟ هیچ راهی نداشتم که بفهمم. دوباره راه افتادم. شاخه ها را از سر راهم کنار می زدم و چشمانم هنوز پر از تصویر بودند. دماغم پر از بوهایی که در آن محیط وجود نداشتند. دارچین و شیره افرا. زبانم پر از تعمها خمیردندان و مربا. این احساس را داشتم که بودنم در دنیا شباهتی به قبل ندارد. موقع راه رفتن در این فکر بودم که وقتی برسند آیا با خانه خالی روبرو خواهند شد؟ آیا پدرم هشدارم را شنید؟ یا این کارم فقط بهانه ای بود برای اینکه از بار نجات دادن خانوادم شانه خالی کنم بدون اینکه بدانم کجا می به راهم ادامه دادم. به غریزم میدان دادم تا مرا میان جنگل راهنمایی کند. بر علف پا میگذاشتم که بویی شیرین و مست کننده داشتند. مکس کردم تا آب خونک و خوشمزه آبشاری کوچک را بنوشم. بعد دوباره به راهم ادامه دادم. تلو تلو خوران بر لبه تپه ها و لابلای انبوه گیاهان. هیچ ترسی حس نمی کردم. چنان احساس می کردم بخشی از جنگل هستم که به نظرم آمد خیلی زشت است حیوانات بخواهند از کمینشان بیرون بیایند و مرا بخورند بعد به لبه تپه رسیدم که تا پایین هیچ درختی بر آن نبود و می توانستم از آن بالا ماه در حال صعود را ببینم تمام چشمان گلها و دهانهای درختان و چانه های های عجیب و غریب به من می گفتند راه را درست می روم. مایه ی آسودگی بود چون هیچ رد پایی وجود نداشت. نمیدانم چطور ولی گروه ساکت انتقامجو هیچ چیزی را آشفته نکرده بود. انگار مثل ماده باستانی و بیشکل میان جنگل شناور شده بود. وقتی بالاخره خانه ادی را پیدا کردم دیدم چراغهایش روشن است. باد وحشیانه بر در و پنجره ها منظره خانه وضعیت یک تا بودنم را فورا از بین برد. دنیا دوباره پاره پاره شد و اتصال مطلق من و تمام موجودات زنده از میان رفت. حالا نسبت به تمام موجودات احساس بی تفاوتی می کردم. هایل های بین من به زخامت ستون های استخان و قذروف بودم. من بودم و آنها. هر احمقی می توانست ببیند. پشت درختی قایم شدم گلبول های قرمزم را که به سمت قلبم می حس می کردم. یاد چیزی افتادم که پدرم یک بار قول داده بود یادم می دهد. چطور وقتی وحشیان برای خوردنت هجوم می آورند خود را نخوردنی کنی. امیدوار بودم این مهارت ضروری را واقعا بلد بوده باشد. معلوم است که دیر رسیده بودم. در باز بود و گروه مسلح به داس و چکش و چنگال یک به یک بیرون می آمدند. روبرو شدن با جماعت خشمگین یا شکل از تبلور در آمدهشان هیچ فایده ای نداشت. چون ظاهرا کارشان را به انجام رسانده بودند با قطع قطع شدنم چیزی عوض نمیشد صورت و دستان تک تکشان خونی بود لباسهایشان چنان کثیف شده بود که فقط باید دور انداخته میشدند صبر کردم تا آخرین مهاجم هم خارج شود و باز هم منتظر ماندم. خانه را نگاه کردم، سعی کردم نترسم. حتی با تمام چیزهایی که پدرم یادم داده بود، باز هم برای چنین چیزی آمادگی نداشتم. هیچ چیز مرا برای مواجهه با خانواده سلاخی شدم آماده نکرده بود. تمام ذهنم را شخم زدم تا شاید از اعماق کودکیم چیزی پیدا کنم که به من بگوید باید چه کنم. ولی جستجویم بیفایده بود و بنابراین به سمت خانه راه افتادم. درست است که بارها مرده تصورشان کرده بودم چون به محض اینکه با کسی ارتباط عاطفی برقرار می کنم تصور می کنم که مرده تا بعدن حالم گرفته نشود ولی در ذهنم همیشه جنازه های تمیزی بودند و تا حالا به ذهنم نرسیده بود خودم را برای دیدن مغز عزیزانم بر روی دیوار آماده کنم یا مواجه با اعضای بدنشان در استخری از خون و دل و روده و از این قبیل. اولین چیزی که دیدم جسد ادی بود. انگار یک قهرمان پاتیناژ هزار دفعه از رویش رد شده بود. صورتش چنان تک پاره شده بود که اگر چشمانش نبودند نمی توانستم تشخیصش بدهم. کیفیتی یخ زده داشتند. کیفیتی که فقط بوتاکس و مرگ ناگهانی میتوانند به چشم ها ببخشند. خیره مانده بود به گلدانهای سفالی حاوی روح والدینش کسانی که ال تمام مدت هوایش را داشتند نفرت در چشمانش هویدا بود خوش آمدی ادی شرت کم لجن بودن را به حد نهایت رساندی آنقدر که آوارش روی سر خودت ریخت. پاهایم مرا با تلاشی فرا انسانی به اتاق بعدی بردند. آنجا اموتری را دیدم که زانو زده بود. از پشت به یک فولکس قورباغه‌ای شباهت داشت که میخواهد دند عقب در یک جای تنگ پارک کند. عرق از حلقه های چربی گردنش سرازیر بود. صدای گریش را شنیدم. برگشت و نگاهم کرد بعد از من رو گردند و دست چاقش را بالا آورد و به سمت در اتاق پدرم گرفت. وارد اتاقش شدم. بابا هم زانو زده بود. و بالا سر جسد مسل شده کارولین خود را به آرامی جلو و عقب می کرد. چشمانش از این گشادتر تر نمی شدند. انگار با چوب کبریت باز شده بودند. عشق زندگیش به پشت روی زمین بود از ده ها زخمش خون بیرون میریخت. چشمان مردش نگاهی غیر قابل درک داشتند مجبور شدم رویم را برگردانم چیزی آزارنده در آن چشمها بود شبیه کسی بود که چیزی برخورنده گفته و میخواهد حرفش را پس بگیرد بعدا فهمیدم موقع دفاع از ادی مرده هیچ کس نه ادی اتفاقی به قتل رسیده بود و مرگ او باعث دو دستگی در گروه شده بود یک دسته اعتقاد داشتند قتل زنی میان سال اشکالی ندارد و دسته دیگر می گفتند زیاد روی کردند همین باعث شده بود دست از کشدار بکشند و برگردند خانه هایشان. ادی و کارولین را در باغچه خاک کردیم. دوباره باران گرفته بود و چاره ای نداشتیم جز اینکه مراسمی خیس و گلالود برایشان برگزار کنیم. شاید برای ادی شایسته بود. ولی تماشای ناپدید شدن جسد کارولین در گلولای همه من را بدحال و شرم زده کرد بابا به سختی نفس کشید انگار چیزی مجرای تنفسش را بسته بود شاید قلبش ستایی در سکوت سوار ماشین شدیم و برگشتیم بانکوک غرق در غمی که تمام لبخند های زندگی آیندت را تصنعی می کند. در تمام مسیر پدرم مطلقاً از جایش تکان نخورد و فقط گاهی صداهای جزئی از دهانش خارج می شد تا به ما بفهماند تک تک سانیه های باقی مانده از زندگیش شکنجه دردناک خواهند بود. میدانستم خودش را مقصر مرگ کارولین میداند. هم خودش و هم تری را. به خاطر اینکه پای ادی را به زندگی ما باز کرده بود. نه فقط تری بلکه سرنوشت و بخت و خدا و هنر و علم و انسانیت و راه شیری را هیچ چیز مبرا نبود وقتی به خانه تری رسیدیم همه به اتاقهایمان رفتیم تا حیرت کنیم از اینکه قلب انسان چقدر سری بسته می شود و فکر کنیم کی می توانیم دوباره به زور بازش کنی. فقط دو روز بعد پدرم یا به خاطر قتل کارولین یا به خاطر سگ سیاهی که در کود قلبش او او می کرد یا بابت سوگواری که عقل سلیم را از او گرفته بود یا حتی شاید به این خاطر که بعد از یک عمر فکر کردن به مرگ هنوز نفهمیده بود مرگ خودش هم گریز ناپذیر است. بالاخره از هیپنوتیزم غم آمد بیرون و آخرین پروژهش را اعلام کرد. طبق پیش بینی ادی از همه پروژه هایش دیوانوارتر بود. و بعد از یک عمر تماشای پدرم که تصمیم پشت تصمیم می گرفت یکی از یکی نامحتملتر چیزی که بیش از همه چیز باعث تعجبم شد این بود که هنوز می توانستم متعجب بشوم بابا گفت من نمیخوام اینجا بمیرم. تری پرسید چی شده؟ اتاق تو دوست نداری؟ اتاقم خوبه. مشکلم این کشوره. ستایی داشتیم کاری مرغ میخوردیم و غروب را در افق کلان شهر آلوده تماشا میکردیم. طبق معمول پدرم بالا آورد. ولی نتوانست کاری کند ما فکر کنیم به خاطر قضا نیست که استفراغ کرده به خاطر معاشرت با ماست خب ما که نمیخوایم تو بمیری میخوایم جسپر گفتم نه و قشنگ سی ثانیه صبر کردم و بعد گفتم فعلا نه بابا دهانش را با آستینش پاک کرد و گفت میخوام تو خونه خودم بمیرم. وقتی میگی خونه یعنی یعنی استرالیا. من و تری با وحشت یکدیگر را نگاه کردیم. تری آرام گفت خودت میدونی که عملی نیست. میدونم ولی من به هر حال برمیگردم خونه. تری نفس عمیقی کشید و شروع کرد آرام و شمرده حرف زدن. انگار میخواست بچه عقب افتاده بالغش را به خاطر خفه کردن سگ خانواده به دلیل فشردن بیش از حد در بغل سرزنش کند. مارتی میدونی به محض اینکه پات به خاک استرالیا برسه چه اتفاقی میافته؟ همونجا توی فرودگاه دستگیرت میکنن. پدرم چیزی نگفت. میدانست تری راست میگوید. تری ادامه داد. دوست داری تو زندان بمیری؟ چون این بلاییه که سرت میاد اگه با هواپیما برگردی خونه. نه نمیخوام تو زندان بمیرم. تری گفت خیلی خوب پس همینجا می میری. بابا گفت اما من یه فکری دارم. و فورا تمام بارقه های امید خاموش شدند. فهمیدم دیگر نمی شود به مرگی آرام و در پیش مراسم ختمی خودمانی و سوگواری معقول فکر کرد. هر چه قرار بود پیش بیاید خطرناک بود و در هم و بر هم و دیوانه وار و ممکن بود مرا تا مرز جنون پیش ببرد. خب مارتی، پیشنهادت چیه؟ دزدکی برمیگردیم استرالیا. چی؟ باقایق. تری من مطمئنم تو میدونی. قاچاقچی انسان یعنی چی؟ گفتم این دیوونگیه امکان نداره بخوای جون تو به خطر بندازی که توی استرالیا بمیری تو از استرالیا متنفری ببین میدونم این درویی عجیب و غریبیه ولی گور باباش من دلم برای وطنم تنگ شده دلم برای مناظر و بوش تنگ شده دلم حتی برای مردم و بوشون تنگ شده گفتم مواظب باش این آخرین عملت با تمام تفکرات و گفته ها و اعتقادات در تزاده با خوشحالی و بیخیالی گفت میدونم احساس کردم روحیش قوی شده حالا روی پا ایستاده بود و کمی تلو تلو میخورد و با چشمانش ما را به مبارزه میتلبید که چیزی در مخالفت بگوییم و او رد کند. پرسیدم تو مگه به من نگفتی ملی گرایی مرزه؟ هنوزم میگم ولی مرزیه که ظاهرا خودمم بهش مبتلام. به همراه کلی امراض دیگه. هیچ هدفی هم توی درمان یه بیماری کوچیک نمی بینم وقتی دارم با یه بزرگش می میرم. هیچ جوابی ندادم. چه می توانستم بگویم؟ باید از قوی ترین اسلحه ها استفاده می کردم. خوشبختانه پدرم یک چمدان کتاب با خود آورده بود و نقل قول مورد نیازم را در کتاب ورق ورق جامعه سالم فروم پیدا کردم. رفتم اتاقش ولی توی توالت بود و از پشت در برایش از روی کتاب خواندم. هی hey, بابا انسانی که خود را از قید و بند خون و خاک رها نکرده انسان کامل نیست و توانایی عشق و خردورزی ندارد. نمیتواند واقعیت انسانی خود یا اطرافیانش را تجربه کند. مهم نیست. وقتی بمیرم شکستا و ضعفام هم با من میمیرند. میبینی؟ شکستای منم دارن میمیرند. ادامه دادم ناسیونالیسم بود پرستی و جنون دوران ماست میهن پرستی آی نشست همانطور که عشق تنها به یک شخص که موجب می شود بقیه از این عشق مستثنا شوند در حقیقت عشق نیست عشق به وطن هم که بخشی از عشق به بشریت نیست عشق به حساب نمی آید و در حقیقت بت است خب خب تو عاشق بشریت نیستی هستی نه نه راستش دیدی مچه تو گرفتم بابا سیفون را کشید و بدون آنکه دستش را بشوید آمد بیرون تو نمیتونی نظر منو عوض کنی جسپر این چیزیه که من میخوام آدمای رو به مرگ آرزوهای رو به مرگ دارن اگه باعث عصبانیت بقیه هم بشن مهم نیست و این آرزوی منه من میخوام تو کشور خودم بمیرم با هموطنام یاد کارولین افتادم کاملا مشخص بود پدرم اسیر رنجی شده که تا پایان عمر رهایش نمی کند. مراقب بود که دیگر هرگز طعم آسودگی را نچشد. و این معموریت سفر به استرالیا فرمانی بود از جانب غم که باید اطاعت میشد. ولی فقط این هم نبود. پدرم با برگشتن مخفیانه به استرالیا به عنوان باری انسانی در عملیاتی قاچاقی و خطرناک آخرین پروژه احمقانش را کلید میزد تا مرگش را تسریع کند. قاچاقچیان انسان کاروبار کثیفشان را در رستورانی معمولی در خیابانی شلوغ مدیریت می کردند. خیابانی که هیچ فرقی نداشت با هفتاد خیابان شلوغی که برای رسیدن به آنجا از کنارشان عبور کردی. تری دم در به من و پدرم اختار داد. باید حواسمون جمع باشه. اینا بیرحمترین موجودات روی زمین هستند. اول سرتو می برن بعد ازت سوال می کنن. اونم برای اینکه که بفهمن سرتو کجا باید بفرستن. حواسمان را جمع کردیم و پشت میزی نشستیم و کاری جنگل و سالاد گوشت گاو سفارش دادیم. همیشه فکر می کردم این جور جاها برای خلافکارها حکم ظاهر سازی دارند. ولی اینجا واقعا قضا می داد و قضایش هم بد نبود. بدون اینکه حرفی بزنیم قضا خوردیم. بابا بعد از هر قاشق صرفه می کرد و بعد از هر صرفه از پیش خدمت می خواست برایش آب معدنی بیاورد. تری با ولع میگو میخورد و از دماغ نفس میکشید. شاه از تابلویی که در انتهای سالن نصب شده بود به من چشم قره میرفت. چند توریست انگلیسی پشت میز کنار دست ما درباره های روحی و جسمی دخترهای تایلندی با دختری به اسم ریتا در شرق بحث میکردند پرسیدم خب تری الان باید چی کار کنیم؟ اینقدر بشینیم تا اینجا تعطیل بشه؟ بسپر به من سپردیم به او تمام ارتباطات بی کلام بودند بر اساس یک سری قوانین از پیش تعیین شده تری با سر اشارهای توطعه آمیز به پیش خدمت کرد و او هم حرکت سر تری را به سراشپز منتقل کرد که پشت پنجره آشپزخانه ایستاده بود بعد سراشپز سرش را برای مردی که در میدان دید ما نبود تکان داد و تا جایی که فهمیدیم او هم به بیست مرد اشاره کرد که شبیه پلکانی مارپیچ ایستاده بودند که به نیم طبقه جهنم منتهی می شد. بعد از لحظاتی پر استراب مردی با سری کچل و پرچال چوله آمد و کنار ما نشست. لبش را می جوید و تهدیدآمیز نگاهمان می کرد. تری یک پاکت درآورد که چند اسکناس از آن بیرون زده بود و روی میز به سمت او سراند. این کار قاچاقچی انسان را کمی نرم کرد. پاکت را برداشت و از پشت میز بلند شد. دنبالش رفتیم. صدای قدم های من بارها تنین میانداخت. از راهروی عبور کردیم که نهایتا به اتاقی بی پنجره ختم شد که در آن دو مرد با نگاهی سرد از ما استقبال کردند. یکیشان به ما معترض شد و تمام جانمان را دنبال اسلحه گشت و وقتی چیزی پیدا نکرد مرد میان سال شلوولی که کتی گران قیمت تنش بود وارد اتاق شد و زل زد به ما. سکون غریبش به من این حس را داد که در داستانی از کنرات هستم. انگار داشتم دل تاریکی را تماشا می کردم ولی می دانستم او فقط یک کاسب است. کاسبی عاشق سود و بی تفاوت به رنج انسانها. درست مثل همتایان سرمایه دار قربیش. فکر کردم این مرد می تواند یک مدیر میانی آی بی یا مشاور حقوقی یک کارخانه تولید سیگار باشد. یکی از محافظان بی هوا با قنداق تفنگ زد به سر تری. بدن عظیمش پخش زمین شد، بیهوش شد، بالا تنش با نفسهایی آرام و عمیق بالا و پایین میرفت. وقتی توفنگ هایشان را به طرف من نشانه گرفتند دیدم این اتاق چقدر شبیه تصورم از جایی بود که همیشه فکر می کردم داخلش خواهم مرد. کوچک، خفه و پر از غریبه هایی که با بی تفاوتی نگاهم می کردند. رئیس به انگلیسی گفت شماها پلیس هستین بابا معترض شد نه پلیس نیستیم ما خلافکار تحت تعقیبیم مثل شما خب نه مثل شما ما نمیدونیم شما تحت تعقیب هستین یا نه شاید هیچکس شما رو نمیخواد شما پلیسین نه خدایا گوش کن من سرطان دارم سرطان بعد پدرم شروع کرد بازگو کردن داستان مسخره سقوط و فرارش از استرالیا. فکر می کردم داستانی چنین مزهک از نظر همگان پذیرفتنی است ولی این قاچاقچیها ها هنوز به ما شک داشتند. وقتی داشتن درباره سرنوشت ما تصمیم می گرفتن. یادم آمد چطور اورول آینده را به شکل چکمه ای توصیف کرده که صورت انسان را تا ابد لگد می کند. و من فکر کردم پیرامونم پر از چکمه است. آدم های چنان هولناک که تمام نژاد بشر باید به خاطر اینکه جلوی وجودشان را نگرفتند مجازات شود. کار این قاچاقچی های انسان این بود که آدم های بدبخت را سرکیسه کنند. بهشان دروغ بگویند و پرتشان کنند داخل قایق هایی که عموماً غرق می شوند. هر سال صدها نفر را به آغوش این مرگ وحشتناک می فرستادن. فکر کردم این استثمارگران ناب سندروم روده تحریک پذیر کیهان هستند. و وقتی به این آدم ها به عنوان نمونه ای از کل آدم ها نگاه کردم بدم نیامد ناپدید شوم اگر ناپدید شدنم مساوی با نابود شدن اینها باشد. وقتی تری به هوش آمد رئیس شروع کرد تایلندی حرف زدن. به تری کمک کردیم از زمین بلند شود که کار آسانی نبود. همانجور که سرش را میمالید گفت به ما گفتن 25 هزار دلار خرج برمیداره. گفتم 5 هزار. بابا در گوشم گفت تو اصلا چیزی درباره چونه زدن به گوشت خورده؟ گفتم منم میام. بابا و تری به هم نگاه کردند. نگاه پدرم سیاه و ساکت بود و نگاه تری عمیق و مرموز. تری با استراب گفت خیلی از این قایقا قبل از رسیدن به استرالیا غرق میشن. مارتی من به هیچ عنوان اجازه نمیدم. نباید اجازه بدی جسپر همراهت بیاد. بابا گفت نمیتونم جلوشو بگیرم. در صدایش اشتیاقی حس کردم. انگار حالا که زندگی خودش رو به پایان بود میخواست با زندگی من بی محابا بازی کند. تری اعتراض کرد. جسپر تو یه احمقی نکن مجبورم تری آه کشید و گفت روز به روز بیشتر شبیه پدرم میشوم قرارداد با دست دادن و پنجاه هزار دلار پول نقد بسته شد و بعد از آنکه پول را دادیم قاچاقچی ها راحت شدند و حتی به ما آبجو تعارف کردند و گفتند مهمان ما باشید. وقتی این ناکس ها را نگاه می کردم، تصور کردم هنگام کودکی از مسیر تکامل جدا شدم و پنهانی موازی با انسانها به تکامل رسیدم. ولی همیشه جدا. وقتی از رستوران آمدیم بیرون تری گفت یه چیزی رو به من بگو جسبر چرا میخوای بری؟ شانه بالا انداختم پیچیده بود نمیخواستم قاچاخچی های انسان آن حیوله های کسیف پدرم را نیم ساعت بعد از سوار شدن به قایق پرت کنند وسط دریا. ولی این کارم صرفا خیرخواهانه نبود. یک جور حمله پیشگیرانه بود. نمیخواستم نفرین پدرم دامنگیرم شود یا امواج کوچک گناه به ساحل آرامش آیندم برخورد کنند. ولی از همه مهمتر قرار بود سفری احساساتی باشد. اگر قرار بود بمیرد چه وسط دریا چه در میان مردمش هر خری که بودند میخواستم شاهد مرگش باشم چشم در چشم توهیش بدوزم این مرد در تمام زندگیم مرا به کیلومترها دورتر از مرزهای اقلانیت هل داده بود. و به منی که در تمام صحنه های درام زندگیش حضور داشتم بر میخورد اگر پایان بندی با شکوه نمایش را نمیدیدم. شاید بدترین دشمن خودش بود ولی بدترین دشمن من هم بود. و محال بود آنطور که زربل مسئله چینی میگوید صبورانه در ساحل رودخانه انتظار بکشم تا جسدش بالا بیاید میخواستم مرگش را ببینم و دفنش کنم و با دستان برهنم خاک رویش را صاف کنم به این میگویند پسر حق شناس تری در آخرین شبمان در تایلند جشنی به پا کرد ولی شب با نیامدن پدرم نابود شد تمام خانه را گشتیم خصوصا ها و ها را هر سوراخی که ممکن بود در آن افتاده باشد ولی هیچ جا نبود بالاخره روی یک میز یک یادداشت پیدا کردیم جسپر و تری عزیز رفتم اشرت کرده برمیگردم به تری برخورد که برادرش او را در آخرین شبی که می توانستند با هم باشند قال گذاشته بود. و من هم نتوانستم متقاعدش کنم هر روبه موتی حق دارد آین باستانی خودش را برگزار کند. قبل از خواب چمدان کوچکی برای سفر بستم. چیزهای کمی با خود به تایلند آورده بودیم که تازه خیلی هایشان را هم برای سفر بازگشت بر نداشتم. برای هر کداممان یک دست لباس، یک مسواک یک خمیردندان و یک شیشه کوچک زهر که تری با دست لرزان سر میز شام به من داده بود. گفت بیا برادرزاده و دو شیشه کوچک پر از مایه ای شیری رنگ داد دستم. اگه یه وقت گم شدین یا قایقتون راهی بستر دریا شد یا کارتون به جایی رسید که چیزی جز از گرسنگی مردن و غرق شدن در انتظارتون نبود بفرما یه راه سوم به من اطمینان داد زهر سریع الاثر و نسبتاً بدون درد است. هرچند کلمه نسبتاً مدتی ذهنم را مشغول کرد. فکر می کردم شاید زهرهای دیگر مغازه باعث شوند کمتر از درد فریاد بکشیم. شیشه ها را گذاشتم در زیپ بغل چمدانم. تمام شب چشم روی هم نگذاشتم. به کارولین فکر کردم و اینکه نتوانستم نجاتش بدهم. مغزم عجب مایه دل سردی شد. بعد از تمام چیزهایی که در زندگیم دیده بودم داشتم به این نتیجه می رسیدم چرخ تاریخ شخصی بر محور تفکر می چرخد. و بنابراین تاریخ من گلالود بود چون تفکرم گلالود بود. تصور کردم احتمالاً تمام تجاربم تا حالا تجسم ترس هایم بوده خصوصا ترسم از ترس های پدرم خلاصه اینکه یک مدت کوتاه اعتقاد داشتم که اگر شخصیت انسان سرنوشتش است و شخصیتش نتیجه اعمالش و اعمالش نتیجه افکارش پس شخصیت اعمال و سرنوشت وابستن به طرز تفکر هر آدم ولی حالا دیگر مطمئن نبودم یک ساعت قبل از طلو وقت رفتن و رسیدن به قایق پدرم هنوز برنگشته بود فکر کردم یا خسته از عیش اش و اشرت در بانکوک گم شده یا در وان پر از کف یک هتل پنج ستاره دراز کشیده و به این نتیجه رسیده نمیخواهد به استرالیا سفر کند و به خودش زحمت هم نداده به ما خبر بدهد تری پرسید حالا چیکار میکنی بیا بریم بندر شاید بیاد اونجا نیم ساعت از میان شهر پر از دودکش و هومه درب و داغانش گذشتیم. شبیه خانه عظیم بود ساخته از ورق که فرو ریخته باشد. بالاخره رسیدیم به بندر. کنار بندر دراز پارک کردیم. خورشید بر فراز افق از پشت مه می درخشید. بالای سرمان ابرهایی شبیه سر بریده معلق بودند. تری گفت اینجاست. وقتی قایق ماهیگیری را دیدم تابوت احتمالی یک وریمان تمام مفاصل بدنم خشک شدند. یک کشتی کوچک درب و داغان چوبی بود. شبیه یک قایق باستانی که دستی به سر و رویش کشیده بودند تا بتوانند در موزه نمایشش بدهند. فکر کردم اینجا همان جایی است که ما را مثل کنسرو ماهی در آن نگه خواهند داشت. همان چیزی که واقعا بودی. چیزی نگذشت که پناهجوها آمدند. سر و کله فراری های وحشت زده در گروه های دو و سه نفره پیدا شد. مرد و زن و بچه. وقتی کنار بندر جمع می شدن سردستی شمردمشان. هشت، دوازده، هفته، بیست و پنج همین جور می آمدند. امکان نداشت همه در این کشتی فسقلی فکسنی جا شوی. مادرها پسران و دخترانشان را تنگ در آغوش گرفته بودند. گریم گرفت نمیشود تلخی وضعیت خانوادههایی را ندیده گرفت که جان فرزندانشان را به خطر میاندازند تا در آینده زندگی بهتری داشته باشند. ولی این ما بودیم فراریها، همه این دو حس همزاد را به نمایش گذاشته بودند امید و ناامیدی دزدکی یکدیگر را بغل می کردند و کشتی کوچک را با بیاعتمادی مطلق برانداز می کردند. احمق نبودند میدانستند زندگیشان روی هواست عمیقا شک داشتند این کشتی پوسیده راه رهاییشان باشد. همانطور که نگاهشان می کردم فکر کردم آیا قبل از پایان سفر کارمان به آدم خاری می رسد؟ آیا ران آن مرد را می خورم؟ یا ستون فقرات آن زن و پشت بندش هم زردابش را؟ کنار بندر با تری منتظر ماندم. قاچاخچی ها ناگهان پیدا شدند. انگار از آسمان افتادند پایین. همه لباس خاکی نظامی به تن داشتند. ناخدا از کشتی پایین آمد. مردی بود استخانی با صورتی خسته که جوری گردنش را میمالید انگار چراغ جادوست. دستور داد همه سوار شویم. با خیال آسوده گفتم اگه بابا نیاد که منم نمیرم. سب کن. تشریف آوردن؟ لعنتی؟ بله خودش بود. داشت لنگ لنگان می آمد سمت ما. یکی گفته قیافه همه در پنجاه سالگی است که لیاقتش را دارند. خب متاسفم. ولی هیچ کس در هیچ سنی سزاوار قیافه ای نیست که پدرم در آن لحظه داشت. انگار نیروی جاذبه از کنترل خارج شده بود و جاذبه زمین صورتش را رو به پایین می کشید و جاذبه ماه رو به بالا. اینه قایق اینه قایق لعنتی اینه به نظر که خیلی داغونه همینه بعید میدونم کاری ازش بر بیاد موافقم اگه بخوای نظرتو عوض کنی هنوز دیر نشده نه نه میریم باشه لعنتی خورشید داشت بالا می آمد. نزدیک صبح بود ناخدا آمد و دوباره اصرار کرد سوار شویم. تری دستش را گذاشت روی شانه ناخدا و مثل لیمو فشارش داد. خیلی خوب. یادت باشه چی بهت گفتم. اگه این دوتا سالم نرسن استرالیا میکشمت. فهمیدی؟ ناخدا بی حسل سرتکان داد. ظاهرا به تهدید عادت داشت. تری و بابا مثل دو حریف کشتی روبروی هم ایستادند. بابا سعی کرد لبخند بزند ولی صورتش توان این همه کشش را نداشت. تری به نفس نفس افتاد. انگار داشت از پله ها بالا می رفت. یواش زد به دست پدرم. خب، عجب دیداری تازه کردیم، نه؟ بابا گفت ببخشید که مردن منو به این روز انداخت. زیاد با این خداحافظی راحت نبود و دستش را جوری روی سرش گذاشت انگار الان است که بتره کرد. بعد به هم لبخند زدن. تمام زندگیشان را میشد در آن لبخند دید. کودکیشان، ماجراهایشان. لبخند می گفت من و تو دو تا موجود جالب و متفاوت شدی. تری گفت امیدوارم مرگ خوب و آرومی داشته باشی و سعی نکنی جسپر رو همراه خودت ببری. گفت نگران نباش. از برادرش رو دو و سوار کشتی چوبی شد که آرام به لبه اسکله تنه میزد. تری شانه هایم را گرفت و لبخند زد. به جلو خم شد. بوی گشنیز و لیمو میداد. پیشانیام را بوسید. مواظب خودت باش. پرسیدم. تو چی کار میکنی؟ فکر کنم از تایلند برم. شاید برم کردستان یا ازبکستان یکی از این جاهایی که نمیتونم اسمش رو درست تلفظ کنم میخوام یه تاوانی همونجا را بندازم این ماجرای پدرت و کارولین یکم تکونم داده احساس میکنم باید برم یه سفر طولانی و سخت ببینم چی میشه یه احساس عجیبی دارم که دنیا قرار دود بشه و بره هوا جنگ شروع شده جسپر. یادت باشه چی گفتم. ندارها دارن با هم متحد میشن. داراها روزگار سختی پیش رو دارن. با او موافقت کردم که دنیا به این سمت پیش می رود. ممکنه یه روز از سایه بیای بیرون و برگردی استرالیا؟ یه روز بر می گردم و وحشت زندگیشون رو بهشون میدم. بابا از توی کشتی داد زد. بیا برگردیم خونه. تری پدرم را نگاه کرد. انگشتش را بالا آورد یعنی یک دقیقه وقت لازم دارد. جسپر قبل از اینکه بری میخوام یکی دوتا نصیحتت کنم. تو این چند ماه که زیر نظرت داشتم یه چیزی فهمیدم. اینکه نمیخوای شبیه پدرت باشی. این چیزی نبود که از کسی پنهان کرده باشم حتی از پدرم. احتمالا تا حالا فهمیدی که اگه افکار شجاعانه داشته باشی بدون نگاه کردن به دور و میری وسط خیابون. و اگه افکار سادیستیک و پست داشته باشی هر بار کسی بخواد بشینه صندلی رو از زیرش میکشی تو چیزی هستی که فکر میکنی پس اگه نمیخوای شبیه پدرت بشی نباید با فکر کردن خودتو به یه گوشه ببری باید با تفکر خودت رو ببری به فضای باز تنها راهش همینه که از اینکه ندونی چی درسته و چی غلط لذت ببری تن به بازی زندگی بده و سعی نکن از قانونهاش سر در بیاری زندگی رو قضاوت نکن فکر انتقام نباش یادت باشه آدمای روزدار زنده میمونن ولی آدمای گرسنه میمیرن. موقعی که خیالاتت فرو میریزن بخند و از همه مهمتر همیشه قدر لحظه لحظه این اقامت مزهکت رو تو این جهنم بدون. نمیدانستم چه باید بگویم. از او تشکر کردم. برای آخرین بار در آغوشش گرفتم و سوار کشتی شدم. وقتی راه افتادیم از پشت پرده زخیم دود موتور آنقدر برای تری دست تکان دادم که ناپدید شد. به پدرم نگاه کردم ببینم از اینکه دیگر هرگز برادرش را نخواهد دید. ناراحت است یا نه و دیدم رویش را کرده آن طرف و به افق خیره شده و لبخندی خوشبینانه بر لب دارد اقیانوس وحشتناک هفته ها و هفته ها اقیانوس وحشتناک به نظر می آمد ناخدا اصلا نمی تواند کشتی را مهار کند. امواج عظیم از همه طرف تهدیدمان می کردند. کشتی قرازه به شکل ترسناکی این سوان سو پرتاب می شود. احساس می کردم فقط جلو عقب نمی شود و در فضا پدال می زند و می چرخد. پایین عرشه پنجره ها جوش خورده و قیراندود شده بودند. کف کشتی با تخته های کسیف فرش شده بود و مسافران روی تشکهایی هایی به نازکی ملافه می خوابیدند. یادم آمد اولین باری که وارد تایلند شدم همه به من گفتند پایم را طرف سر کسی نگیرم. حالا در این فضای تنگ و ناراحت آدمها چنان در هم فشرده بودند که هر کار می پایت نه تنها روی سر که روی صورت کسانی که نمی قرار می هر روز من و بابا یک گوشه به زور خودمان را جا کرده بودیم ساندیویچ شده بین کیسه های برنج و یک خانواده بدسیگاری اهل جنوب چین. در آن قفس داغ و پر عرق، تنها هوایی که تنفس می کردیم بازدم بقیه مسافران بود. زندگی زیر عرشه گوته ور شدن در کابوس بود. فشار اعضا و نیم تنهای استخانی عذاب آور بود. خصوصا در تاریکی خفه کننده که صداهای عجیب و ترسناک و از ته حلق به هم چیزهایی می گفتند که ما متوجه نمی شدیم. اگر برای هواخوری مجبور به بیرون رفتن می شدیم لازم نبود تلاش زیادی بکنیم چون با بیرحمی تمام از این سو به آن سو میدادند گاهی من و بابا روی عرشه سفت و زبر میخوابیدیم و به جای بالش تنابهای کلفتی زیر سر میگذاشتیم که گل بستر دریاهای گوناگون رویشان خشک شده بود آن بالا هم بهتر نبود روزها وحشتناک داغ بودند مدام باران میبارید و کی فکر می کرد پشه ها تا وسط دریا هم دنبال آدم میآیند بی نیشمان میزدند به خاطر صدای موتور فوش هایی که به زمین و زمان می دادیم به گوش خودمان هم نمی رسید. دودکش مدام دود سیاه آروغ می زد. شبها دراز می کشیدیم و به آسمان خیره می شدیم. جایی که ستارگان در اشکال مختلف شناور بودند و صدای زجه ها و فریاد هایی که اکثرشان متعلق به پدرم بود تهدیدآمیز جلوهشان میداد. هیچ چیز مطبوعی در مراحل نهایی سرطان وجود ندارد. منگ بود و هزیان می گفت و تشنج می کرد. سردرد وحشتناک داشت و سرگیجه و اشکال در تکلم، تهوع و استفراغ، لرز و تعریق و درد غیر قابل تحمل عضلات و ضعف عمومی. جوری میخوابید انگار به اقما رفته. مجبورم می کرد از قوطی دارویی که برچسبی ناخانا داشت به او قرص بدهم. گفت مشتق تریاک است. پس پروژه های نامیرایی پدرم راه را برای پروژه میرندگی مهمتری باز کرده بودند. مردن با حد اقل درد. هیچ کس از یک مسافر مریض خوشش نمی آمد. می سفر قدرت و طاقت لازم دارد و زمنن پیرو هر مذهبی که باشی یک مرد محتضر نشانه خوبی نیست. شاید به همین خاطر بود که فراری ها دوست نداشتند توشهشان را با ما قسمت کنند. و فقط بیماری پدرم نبود که اذیتشان میکرد ما بوی غریبگی از خود متساعد میکردیم میدانستند استرالیایی‌هایی هستیم که پول کلانی پرداخت کرده ایم تا غیر قانونی وارد کشور خودمان شویم. نمی‌توانستند درک کنند. یک شب روی عرشه با صدای فریادی از خواب پریدم. شما چرا اینجا؟ چشمم را باز کردم و دیدم ناخدا سیگار به لب بالا سر ما ایستاده. صورتش رمان عام پسندی بود که انرژی خواندنش را نداشتم. همانطور که با نوک پا به پدرم سقلمه میزد گفت زنده نماند شاید انداختش توی دریا گفتم شاید منم تو رو پرت کنم تو دریا یکی از فراری ها پشت من ایستاد و به زبانی که برای من قابل فهم نبود با صدای بلند چیزی به ناخدا گفت ناخدا دست و پایش را جمع کرد برگشتم فراری حدودا همسه نو خودم بود با چشمانی درشت و زیبا که برای صورت نقاشی شدهش زیادی بزرگ بودند. موهای بلند مجعد داشت و موجه های بلند مجعد. همه چیزش بلند و مجعد بود. گفت میگن شما استرالیایی هستین. آره من دوست دارم یه اسم استرالیایی روی خودم بذارم. میتونی کمکم کنی؟ آره حتما. ند چطوره؟ ند؟ آره ند. باشه. من از الان نت هستم. میشه منو به اسم جدیدم صدا کنی و ببینی برمیگردم یا نه؟ باشه. ند از من رو گرداند و من برای امتحان داد زدم شین گول نخورد بعد او را باب هنری فردریک و هات پنس بیست و یک صدا کردم ولی از جایش تکان نخورد بعد داد زدم ند و او با لبخندی شبیه دیوانه ها رو کرد به من معدبانه گفت ممنون میشه یه سوال بکنم؟ بکن شما اینجا چی کار میکنی؟ همه ما میخوایم بدونی. پشت سرم را نگاه کردم. بقیه هم از کابین زیرین بیرون آمده بودند تا ریه های کسیفشان را با هوای شب شستشو بدهند. بابا تب داشت و عرق میریخت و ند یک حوله خیس به من نشان داد. اشکالی نداره؟ گفتم نه اصلاً. ند هوله را روی پیشانی پدرم گذاشت بابا آه بلندی کشید همسفرانمان با فریاد ند را سوال پیچ کردند و او هم با صدای بلند جوابشان را داد و با دست اشاره کرد دور شوند ولی دور ما حلقه زدند و گوشهایمان را با ترشوه انگلیسی دست و پا شکسته خیس کردند این شخصیت های فرعی که در آخرین لحظه به عنوان بازیگر مهمان برای پرده آخر زندگی یک مرد دعوت شده بودند میخواستند از همه چیز سر در بیاورند. نت از پدرم پرسید اسم چیه؟ من مارتینم. اینم جسپر. خب مارتین چرا اینجوری داری برمیگردی استرالیا؟ بابا با ضعف گفت اونجا منو نمیخوان. چی کار کردی؟ چند تا اشتباه بد؟ کسی رو کشتی؟ نه. به کسی دست رازی کردی؟ نه اینجور چیزا نیست. یه بیموبالاتی مالی. از شدت در چهرش جمع شد. کاش آدم کشته بود و دست رازی کرده بود. دست کم میارزید به خاطر این جنایات جانش را بدهد و احتمالا جان من را. ند عبارت بیمبالاتی مالی را برای بقیه ترجمه کرد. و انگار با اشارتی پردهای زخیم از ابر شکافت و نور ماه بر آسیمگیشان تابید وقتی نگاهشان میکردم که ما را تماشا میکردند فکر کردم آیا ذرهای خبر دارند چه چیزی در استرالیا انتظارشان را میکشد یا نه فکر کنم خبر داشتند حیاتی زیرزمینی در انتظارشان است و در اشرت کده ها و کارخانه ها پروژه های ساختمانی آشپزخانه رستوران ها و صنعت پوشاک استثمار خواهند شد ولی شک داشتم از رقابت کودکانه بین رهبران سیاسی برای وضع سخت ترین قوانین مهاجرت با خبر باشند. قوانینی که اگر ته یک کوچه تاریک می دیدید زهره تان آب می شد. یا اینکه از همین حالا قبل از ورود نظر عموم نسبت بهشان منفی بود چون حتی اگر برای نجات جانتان فرار می کنید باز هم باید در صف منتظر بمانید. یا مطلع باشند که استرالیا مثل همه جای دیگر در فرق گذاشتن دیمی بین آدمها به حد کمال رسیده. اگر هم می دانستند فرصت نداشتند بهش فکر کنند. تنها اولویت این بود که از سفر جان سالم به در ببرند و این هم کار ساده ای نبود. اوزا لحظه به لحظه وخیم تر می آزوق رو به اتمام بود. باد و باران مدام هجوم می امواج عظیم و متورم هر آن کشتی را تهدید به واژگونی می کردند. لحظاتی بود که نمی توانستیم نرده را رها کنیم. چون ممکن بود پرت شویم وسط دریا. اصلا احساس نمی کردیم از لحظه شروع سفر به استرالیا نزدیک تر شده ایم. اصلا سخت بود. باور این که کشورمان وجود خارجی دارد. یا هر کشور دیگری. اقیانوس بزرگتر می شد. تمام زمین را پوشانده بود. آسمان هم بزرگتر شده بود، رفیتر حتی تا سرحد انفجار کش آمده بود. کشتی ما کوچکترین واحد خلقت بود و ما از آن هم ریزتر. گرسنگی و تشنگی تحلیلمان برده بود. گرما پالتویی بود که همه با هم پوشیده بودی. خیلیها از تب می لرزیدند. یکی دو بار خشکی دیدیم و من در پرده سماخ ناخدا فریاد کشیدم تو رو خدا لنگر بنداز نه اون استرالیا نیست نیست که نیست خشکی زمین خشک اونجا غرق نمیشیم به راهمان ادامه میدادیم و ردی کفالود بر اقیانوس جا میگذاشتیم که حبابهایش با مقاصد کین توزانه میترکیدند آرامش حیوان آدم نمای در حال مرگ در چنین سیرکی شگفت آور است باورم نمیشد فکر می کردم گوشت هم را می داریم و خون برادرانمان را می نوشیم ولی اصلا از این خبرها نبود. همه بی اندازه خسته بودند. البته که گریه بود و مقادیر متنابهی سرخوردگی تلخ. ولی این سرخوردگی تلخ افسرده بود و آرام. ما مخلوقاتی کوچک و آب رفته بودیم که حال هیچ گونه اعتراضی نداشتیم. اکثر اوقات پدرم بی حرکت روی عرشه دراز کشیده بود. شبیه عروسک ترسناکی که در هالووین دست بچه ها میدهند. آرام پیشانیش را نوازش کردم. ولی فقط در حدی توان داشت که دستم را پس بزند. تلخ گفت دارم میمیرم. برای اینکه سر حالش بیاورم گفتم چند روز دیگه منم میمیرم. گفت متاسفم بهت گفتم نیا. خودش خوب میدانست چنین حرفی نزده. میخواست تظاهر کند از اینکه سرنوشت خودش را خودخواهانه به بخت من گره زده پشیمان است ولی من بهتر از خودش میدانستم چیزی را میدانستم که هرگز حاضر به پذیرشش نبود اینکه هرگز نتوانسته بود از این توهم بیمار و کهنش که من تناسخ زود هنگام او هستم دست بکشد. حالا هم فکر می کرد اگر من بمیرم او زنده می ماند. دوباره گفت من دارم می میرم جسپر. امان از دست تو. دوروبر تو نگاه کن. همه اینجا دارن می میرن. هممون بالاخره یه روز می میریم. این حرفم عصبانیش کرد. خشمگین شد از اینکه مرگش نمایشی تراژیک و بی همتا نبود. مردن میان میرندگان به عنوان یک عدد خاری در چشمش بود. هرچند این دعای مدام بقیه سرنشینان بود که اعصابش را خورد می کرد. گفت کاش این احمقا خفشن. اینا آدمای خوبی هستن بابا. باید افتخار کنیم همراهشون غرق بشیم. چرند. داشتم چرند میگفتم. ولی بابا مصمم بود زمین را در موضع انکار ترک کند و در توانم نبود منصرفش کنم. با اینکه چمدان زندگیش را بسته بود و گذرنامهش هم مهر خورده بود. برای بار چند هزارم دست رد به سینه دنیای مذهب میزد. ما تنها افرادی بودیم که دعا نمی کردیم و مثبت این فراری ها واقعا ما را شرمنده می کرد. هنوز فکر می کردند چیزهایی دوست داشتنی در هوا چرخ می خورند. در پرواز خلسوارشان شادمان بودند شاکر چون خدایانشان از جنس درونی نبودند که قادر نباشند در بحرانهای ملموس و غیر یک روزه مثل غرق شدن کشتی به کمکت بیایند خدایانشان قدیمی بودند از آن نوعی که تمام طبیعت را به میل یک آدم تغییر می دهند عجب شانسی خدایانشان واقعا به حرف آدم ها گوش می دادند و بعضی وقتها هم دخالت می کردند خدایانشان آرزوهای شخصی را برآورده می کردند کسانی بودند که می شناختیشان. برای همین بود که تجربه خصوصیشان هیچ نشانی از وحشت سرد ما نداشت. ما نمی توانستیم انگشت شست و اشاره ای را تصور کنیم که از آسمان پایین می آید و ما را از محلکه بلایا بیرون می کشد. در حالتی شبیه خلصه پدرم را تیمار می کردم. در تاریکی مدام درباره زندگی و چگونه زیستن اظهار نظر می کرد. از حملات کلامی همیشگیش بغرنج تر و کودکانه تر بودند و به این نتیجه رسیدم هنگام سقوط تنها چیزی که می توانی دستت را بهش بند کنی وجود خودت است. وقتی حرف میزد تظاهر به شنیدن میکردم وقتی میخواست بخوابد من هم میخوابیدم وقتی ناله میکرد بهش مسکن میدادم کار دیگری نداشتم درد میکشید چشمان دور دستش از قبل هم دورتر به نظر میآمدند میدانستم در فکر کارولین است گفت عجب احمقی بود این مارتین دی وقتی با زمیر سوم شخص و فعل گذشته ساده از خودش حرف میزد احساس آرامش میکرد گاهی ند به کمکم میآمد جایم را میگرفت و عوض من تظاهر به شنیدن و راجی های بی می کرد. در این مواقع از روی تنهای بیهوش هم سفرانم سین خیز به عرشه میرفتم تا هوا بخورم. بالا سرم آسمان مثل جمجمهی شکسته باز میشد. ستاره ها مثل دانه های عرق برق می زدند. بیدار بودم ولی حواسم رویا می دیدند. عرقم اول مزه انبه میداد و بعد شکلات و بعد آووکادو. فاجعه بود. بابا آهسته میمرد و زجر میکشید چرا خودش را خلاص نمی کرد؟ چرا بی خداهای راسخ این همه رنج پوچ را تحمل می کنند؟ منتظر چه بود؟ ناگهان یادم افتاد. زهر رفتم پایین و از روی تشک انسانی گذشتم و در گوشش گفتم زهر میخوای؟ بابا نشست و با چشمان فروزان نگاه کرد. چشمانش گفتند مرگ را می شود انان زد. با فکر کردن به زهر کمی نیرو گرفتیم. گفت فردا صبح با هم. بابا من زهر نمیخورم. نه معلومه که نمیخوری منظورم این بود که من میخورم و تو نگاه میکنی بیچاره بابا همیشه از تنهایی متنفر بود و حالا باید با عمیق و فشرد ترین شکل تنهایی مواجه میشد ولی سحر باران میبارید و نمیخواست در باران بمیرد وقتی باران بند آمد، هوا برای پایان دادن همه چیز زیادی گرم بود. شب دلش خواست آخرین نفس را در گرمای آفتاب بکشد. خلاصه اینکه هیچ وقت آمادگی نداشت. همیشه دو دل بود، همیشه یک بهانه پیدا می کرد، خیلی بارانی، خیلی ابری، خیلی آفتابی، خیلی متلاطم، خیلی زود، خیلی دیر. دو سه روز پر از رنج اینگونه سپری شد. بالاخره یک روز بعد از طلوع خورشید بعد از دو سه هفته زندگی روی دریا اتفاق افتاد. موجی کفالود به کشتی برخورد کرد. تا مرز غرق شدن رفتیم. جیغ ها اثری نداشتند. وقتی اقیانوس آرام شد پدرم در تاریکی خود را به زور بلند کرد و نشست ناگهان مشکل تنفس پیدا کرد کمی آب بهش دادم فکر کنم وقتش جسپر از کجا میدونی میدونم همیشه توی فیلما به صحنه هایی که آدما ها میفهمیدن دارن میمیرن شک داشتم ولی درسته. مرگ در میزنه. واقعا در میزنه. کاری از دست من برمیاد. ببرم اون بالا. سب کن تا بمیرم و بعد پرتم کن توی آب. فکر میکردم قبر خیس دوست نداری؟ دوست ندارم. ولی این پدرسگا جوری نگاهم میکنن انگار رونه بررم. سرطان همچین چیز اشتها برانگیزی ازت نساخته. با من بحث نکن. وقتی مردم یه دقیقه هم دلم نمیخواد توی این کشتی باشم. باشه. فراری ها چشم از ما بر نمی داشتند. با لحنی تهدیدآمیز در گوش هم زمزمه میکردند. ند آمد کمکم و با هم پدرم را بردیم روی عرشه. آن بالا تنفسش بهتر شد. هوای اقیانوس آرام به او ساخت. تحرک وسیع اقیانوس آرامش کرد. خب دست کم دوست دارم اینجور فکر کنم. آخرین لحظاتش را میگذراند و دوست دارم فکر کنم در پایان به این نتیجه رسید که بی کیهانیش چیز توهینآمیزی نیست. که بالاخره در هیچ معنایی نداشتن چیزی تن آمیز پیدا کرد که حتی احساس کرد صرف حادثهی بودن در سرزمین حرز ترسناک فضا زمان میتواند جالب باشد این امید من بود که با خیره شدن به عمل کرده با شکوه اقیانوس در به جنب و جوش درآوردن آبی بیکران و مواجهه با باد دیوانه دریا شاید دستگیرش شود نمایش جهانی عظیمتر از آن است که بتواند نقشی کلیدی در آن داشته باشد ولی نه به هیچ عنوان وجودش را سر جای خودش ندید. تا آخر نتوانست آن را شوخی بگیرد. همانند شهیدی در راه آرمان سریش به استقبال مرگ رفت و هیچ تمایلی به محکوم کردن خود نداشت. من آخرین دقایقش را با روح غمگین زندگی نام نویسی که زیادی به سوژهش نزدیک است ثبت می کنم. شب ساکتی بود. به جز جیرجیر جیر کشتی و شلب شلب ملایم آب صدای دیگری شنیده نمی شد. ماه نورانی بر فراز افق آویزان بود. مستقیم به سمت ماه می رفتیم. ناخدا داشت ما را به ماه میبرد. دریچه کشتی را تصور کردم که باز می شود. خودمان را تصور کردم که آرام واردش می شویم. صدای در را تصور کردم که پشت سرمان بسته می شود. اینها را تصور می کردم تا واقعیت مرگ پدرم را از ذهنم دور کنم. ند گفت ببین مارتین ماهو ببین ببین چطور توی آسمون نقاشی شده خدا هنرمند بزرگیه چند مسکن دیگر بهش دادم بعد از اینکه قورتشان داد نفس نفس زد و بیهوش شد ده دقیقه بعد افتاد به هزیان. صدها میلیون ها بهتر نیست از تکون خوردن خبری نیست انسان مدرن دندونای سالم ظرفیت کم پریشانی از خود بیگانگی جهانبینی مذهبی نه اختلال روانی جنون مذهب بین موجوداتی که میمیرند ند گفت انرژیت رو نگه دار. سر بابا افتاد روی پایم. چند دقیقه بیشتر پیش رو نداشت و هنوز نمی توانست باور کند. گفت واقعا باور نکردنیه و نفس عمیقی کشید. از چهرش فهمیدم مسکنها اثر کردند. ولی جدی مرگ مرگ من چند دقیقه خوابش برد و بعد چشمانش ناگهان باز شدند با حسی توهی در پسشان به بیروهی چشمان یک معمور دولت فکر کنم سعی می کرد خود را متقاعد کند روز مرگش بدترین روز زندگیش نیست و صرفا یک روز عادی است. هرچند نتوانست و یک بار دیگر از بین دندانهای قفل شدهش نالید. جسپر من اینجا چه خوف اعتقاد داشت اگه با آدما نشون بدی چه جور موجودی هستن بهتر میشن فکر نکنم حرفش درست باشه. فقط باعث میشه غمگینتر و تنها تر بشن. ببین بابا به خودت فشار نیار که آخرین کلماتت با شکوه باشن. راحت باش. من توی عمرم خیلی دریوری گفتم نه؟ همشون دریوری نبودن. به زحمت چند بار با خس, خس نفس کشید و چشمانش را جوری در هدقه گرداند. انگار دنبال چیزی در گوشه جمجمهش می گشت. با صدایی گرفته گفت من باید یه اعترافی کنم جسپر. چی؟ من صدا تو شنیدم. چی رو شنیدی؟ توی جنگل وقتی اونا اومدن صداتو شنیدم که به من اختار دادی داد زدم صدامو شنیدی؟ باورم نمیشد. چی شنیدی؟ چرا هیچ کاری نکردی؟ میتونستی جون کارولین رو نجات بدی؟ فکر کردم واقعیت نداره. مدتی طولانی هیچ حرفی نزدیم. هر دو در سکوت به آب دریا خیره ماندیم. بعد دوباره دردش اوت کرد. از شدت درد زوزه کشید. ترسیدم. خیلی ترسیدم. فکر کردم نمیر. ترکم نکن. ما رو ترک نکن. داری یه رابطه رو از بین میبری. نمیفهمی؟ خواهش میکنم بابا. تمام سلول های بدنم به تو وابسته است. حتی اگه نقطه مقابل تو باشم. خصوصا حالا که نقطه مقابل تو هستم چون اگه تو بمیری چی از من باقی میمونه؟ آیا نقطه مقابل هیچ همه چیزه یا هیچ چیز؟ و ضمنا من نمیخوام از دست یک روح عصبانی باشم بابا من تو رو میبخشم برای چی برای همه چی یعنی چی مگه من با تو چیکار کردم این مرد اعصاب خورد کن کیست مهم نیست باشه دوست دارم بابا منم دوست دارم بالاخره آخر به زبان آوردیم چه خوب یا شاید هم خیلی خوب نبود به شکل غریبی ناخوشایند بود ما همین الان گفتیم دوستت دارم پدر و پسر در بستر مرگ اولی گفتیم یکدیگر را دوست داریم چرا حس خوبی نداشت دلیلش این است چون چیزی را می‌دانستم که هیچ کس نمی‌دانست و نخواهد دانست اینکه چه مرد غریب و ای بود و این چیزی بود که واقعا دوست داشتم بگویم مرگش سریع بود ناگهانی حتی. بدنش کمی لرزید و بعد از ترس منقبض شد. نفس نفس زد و دندانهایش قفل شد. انگار میخواست مرگ را گاز بگیرد. نور چشمانش سو, سو زد و خاموش شد. همین. بابا مرد. بابا مرد. باورم نمیشد. و من هرگز نگفتم از او خوشم می آید چرا نگفتم؟ دوستت دارم اه. گفتن دوستت دارم چقدر مشکل است این شعر یک ترانه مزخرف آبکی است بابا میدانست دوستش دارم ولی هیچ وقت نفهمید از او خوشم می آید یا حتی برایش احترام قائل. بزاقش قورت داده نشده بل لبانش باقی مانده بود. چشمان توهی از روح و هوشیاریش هنوز توان این را داشتند ناراضی جلوه کنند. صورتش که مرگ از ریخت انداخته بودش تمام بشریت را لعنت می کرد. باور کردنی نبود که قوقای طولانی و ننگین سرش به پایان رسیده. چند تا از فراری ها آمدند کمکم تا او را به دریا بیاندازم. جیغ کشیدم. بهش دست نزنید. تصمیم گرفته بودم مراسم دفن در دریا را بدون کمک اقیار برگزار کنم. ایده مزخرفی بود ولی لچ کرده بودم. کنار جسدش زانو زدم و دستانم را به زیر تنش سراندم. حجیم و سنگین شده بود. اعضای دراز و رهایش روی شانم تاب می‌خوردند. امواج بالا می آمدند، انگار داشتند لبانشان را می تمام چهره های منفعل و فرو رفته فراری ها ما را با احترام نگاه می کردند. مراسم بی کلام آنها را از خواب مرگ خودشان بیدار کرده بود. شانم را حرکت دادم و بدنش را از لبه کشتی انداختم پایین و در میان قررش امواج دفنش کردم. کمی روی آب شناور ماند شبیه هویج درستی که در قابلمه جوشان سوپ می بالا و پایین میرفت بعد غرق شد. انگار دستانی نامرئی پایینش کشیدند و راه افتاد تا خودش را به گوشه های قریب دریا معرفی کند. همین بود. خداحافظ بابا. کاش از حس من نسبت به خودت با خبر بودی. نه دستش را گذاشت روی شانم. الان پیش خداست. عجب چیزی گفتی. پدرت هرگز نفهمید چه حسی داره که آدم بخشی از چیزی بزرگتر از خودش باشه. اصابم خورد شد. مردم همیشه میگویند خیلی خوب است بخشی از چیزی عظیمتر از خودت باشی. ولی از اول بوده ایم. ما بخشی از چیزی عظیم هستیم کل بشریت خیلی عظیم است ولی نمی توانیم آن را ببینیم پس انتخاب با خودتان چی؟ یک سازمان؟ یک فرهنگ؟ یک مرام و مسلک؟ اینها بزرگتر از ما نیستند خیلی خیلی کچکترند. وقتی کشتی به ساحل نزدیک میشد ماه و خورشید آسمان را با هم قسمت کرده بودند ند را نگاه کردم و با افتخار دست تکان دادم و به سبزههایی اشاره کردم که خلیج را محاصره کرده بودند ند جوابم را با تفاوتی داد درک نمی کرد ناگهان اسیر این حس غیر منطقی شدم که میزبان او هستم و دوست دارم سرشار از غرور سرزمینم را به او نشان بدهم. ناخدا از تاریکی بیرون آمد و از همه خواست برگردند زیر عرشه. قبل از اینکه بروم چند لحظه بالای پله ها مکس کردم. ضد نورهایی در خط ساحل دیدم. بی حرکت در امتداد ساحل ایستاده بودند. پیکرهای سیاه که چون دیرک در شن خیس فرو رفته بودند. ند آمد کنارم و دستم را گرفت. گفتم احتمالا ماهی گیرن ساکت تماشایشان کردیم. مجسمه های انسانی بزرگتر شدند. تعدادشان بیشتر از آن بود که آدم فکر کند ماهی گیرند. چرا قوه هم داشتند نورش را روی صورت ما می انداختند. کشتی به ساحل رسید ولی ما غرق شدیم. سرتاسر سر ساحل در اشغال پلیس فدرال و گارد ساحلی بود. خیلی سری ما را جمع کردند. اعضای گارد ساحلی جوری سر هم داد میزدند انگار ماهی گیرانی هستند که جای قزلالا نهنگ به تورشان افتاده. قیافه هایشان حالم را به هم زد. و فهمیدم همسفرانم به کابوسی بوروکراتیک اسیر خواهند شد که بیدار شدن از آن محال است. فقیر و خارجی و غیر قانونی و اسیر در داستان آدم‌های دولتمند غربی موقعیت قابل اعتمادی نیست. حالا که پدرم دیگر برای همیشه رفته بود و دیگر وجود نداشت تا زندگیم را به جهنم تبدیل کند ناخداگاه خودم این نقش را بر عهده گرفتم درست همانطور که همیشه وحشت داشتم و ادی پیش بینی کرده بود بعد از مرگ پدرم نقش نابود کننده آیندم را خودم بازی کردم. به همین خاطر است که کاملا طبیعی به نظر می رسد که صبح سحر در آن ساحل آن کاری را که باید می کردم نکردم. کلی فرصت حرف زدن داشتم. فرصت این که بگویم استرالیایی هستم و حق دارم راهم را بکشم و بروم. باید خودم را از فراری ها جدا می کردم. هیچ قانونی وجود ندارد که یک استرالیایی را از بازگشت به استرالیا با یک کشتی سوراخ نهی کند. اصلا اگر امکان داشت می توانستم با یک تیر کمان قولاسا از آسیا برگردم ولی به دلایلی تصمیم گرفتم حرفی نزنم دهانم را باز نکردم و اجازه دادم که مرا بقیه کنند. ولی آخر چطور مرا با بقیه فراری ها اشتباه گرفتند؟ میراس ژنتیک پدرم شامل موی مشکی و پوست سبزه دست به دست ناتوانی هموطنانم در تشخیص آنگلوساکسون ها داد. همه فکر کردند یا افغان هستم یا لبنانی یا عراقی و هیچ کس به این فکر نکرد واقعا هیچ کدام از اینها هستم یا نه پس راه افتادیم و این چنین بود که سر از زندانی غریب درآوردم که از هر طرف با بیابان بی انتها محاصره شده بود. اسمش بود مرکز بازداشت موقت. ولی سعی کنید به یک زندانی بگویید که تو فقط یک بازداشتی هستی تا ببینید این تمایز باعث تسلایش می شود یا خیر. نمی توانستند من را توی دسته ای جا کنند چون یک کلمه هم با آنها حرف نمی زدم. از همان روز اول له لح, لح می زدند دیپورتم کنند ولی نمی دانستند به کجا. کلی مترجم سرم ریختند که به زبانهای مختلف با من حرف زدند. من که بودم و چرا به آنها نمی گفتم؟ کشور پشت کشور حدس می زدند به جز یکی. هیچ کس حدس نزد مبدع و مقصدم یکیست. هفته ها وقتی در کلاس انگلیسی نبودم و تظاهر نمی کردم با الف با سر و کله می زنم داستانم را می نوشتم. روی کاغذ هایی که از کلاس می دزدیدم. اوایل پشت در سلول می نشستم و قوز کرده می نوشتم. ولی خیلی زود متوجه شدم بین آن همه حساب قضا و اقدام به خودکشی و شورش کسی حواسش به من نیست. فکر می کردند افسردم و هر کسی این اجازه را داشت که در سلول خودش غصه بخورد. تا جایی که به آنها مربوط میشد من معمایی بودم غمگین و ناخواسته که حل نشده باقی مانده بود وقتی ند ویزای موقت پناهندگی را که همه برایش سر و دست میشکستند گرفت به من اصرار کرد ملیتم را به مسئولان آنجا بگویم روزی که رفت به من التماس کرد همراهش بروم چرا نرفتم؟ در این مکان افتضاح چه می کردم؟ شاید به آنجا شده بودم. هیچ وقت نمی دانستی کی کسی به خودش تیغ می زند یا مواد شوینده یا سنگ قورت می دهد. در دوران من سه شورش اساسی رخ داد. انفجار خشم باعث شد فراری ها چیزهایی ناممکن مثل پایین کشیدن سیم خاردار را امتحان کنند. تلاشی که با دستان قدرتمند نگهبانها ناکام ماند. رؤسا بعد از سرکوب آخرین شورش دیوارهایی محکم ساختند و ولتاژ برق سیم خاردار را بالاتر بردند. یاد حرف تری افتادم اینکه ندارها با هم متحد خواهند شد امیدوار بودم به جنبند گاهی سعی می کردم به خودم به قبولانم زندانی بودنم اعتراضی علیه سیاستهای دولت ولی خودم میدانستم دارم توجیه علکی میکنم. حقیقت این بود که نبود پدرم مرا می ترسند. این تنهایی بود که کنار آمدن با آن زمان می تلبید. اینجا پنهان شده بودم تا با قدم بعدی مواجه نشوم. میدانستم ماندن در آنجا کاری خطا و بیشرمانه و بزدلانه بود ولی باز هم نمیتوانستم آنجا را ترک کنم. طبق معمول نام خدا در خیلی از مکالمات شنیده میشد. فراریها فراری ها برای نگهبانان بیانیه صادر می کردند. خدا بزرگه. خدا جزاتون میده. سب کنین خدا بشنوه شما با ما چی کار میکنین؟ من که از رفتار با فراری ها چه در وطنشان و چه در اینجا خسته شده بودم با وحشت به وضعیت اصفبار رحمانیت در دنیا فکر می کردم. و یک شب با خدایشان حرف زدم. گفتم سلام چرا هیچ وقت نمیگی اگه فقط یک بار دیگه انسانی یک انسان دیگر رو عذاب بده همه چیز رو تموم میکنم چرا هیچ وقت نمیگی اگه یک نفر دیگه زاری کنه چون انسان دیگهای پاش و روی گلوش گذاشته دو شاخر از برق میکشم امیدوارم اینا رو بگی سر حرفتم واستی قانون سه بار ارتکاب جرم مساویه با مرگ تنها چیزیه که باعث میشه آدما رفتارشون رو اصلاح کنن. خدایا الان وقت سخت گیریه. ارفاق فایده ای نداره. سیل های مبهم و رانش های غیر شفاف دیگه جوابگو نیست. تحمل صفر. سه جرم اخراج تمام اینها را گفتم ولی بعدش تنها سکوت بود. سکوتی سرد که انگار در گلویم گیر کرده بود و ناگهان صدای زمزمه خودم را شنیدم. دیگه وقتشه. دیگر بس بود. سر کلاس انگلیسی در اتاقی کوچک و پر نور با نیمکت های دور تا دور اتفاق افتاد. معلم وین پای تخته ایستاده بود و طرز استفاده از عبارات را آموزش میداد. دانش آموزان ساکت بودند. هرچند نه از روی ادب. سکوت گیج جماعتی که دقیقا نمیدانند چه چیزی یاد میگیرند بلند شدم وین جوری نگاهم کرد انگار میخواست کمربندش را باز کند و با آن به جانم بیفتد گفتم چرا به خودت زحمت میدی عبارت یاد ما بدی به دردمون نمیخوره رنگش پرید و جوری سرش را عقب برد انگار ناگهان یک متر به قدم اضافه شده بود. تته پته کنان گفت تو انگلیسی بلدی؟ گفتم انگلیسی حرف زدن من به این معنا نیست که تو درس دادن بلدی. تو لحجه استرالیایی داری؟ بله رفیق دارم. حالا به اون عقب افتاده ها بگو بیان اینجا میخوام یه چیزی بهشون بگم. چشمان وین گشاد شد. بعد مثل یک ببر کارتونی از کلاس جسد زد بیرون. مردم وقتی قافل گیر می شوند شبیه بچه ها رفتار می کنند. عوضی ها هم استثنا نیستند. ده دقیقه بعد بودو بودو آمدند تو. دو نگهبان با شلوار تنگ. آنها هم متعجب بودند ولی تعجب آنها داشت رنگ می باخت. یکیشان گفت شنیدم زبون باز کردی. حرف بزن ببینیم. اسم من جسپر دینه. پدرم مارتین دین بود. عمومم تری دین. حیرت چهره هایشان دوباره برگشت. مرا از راه روهای خاکستری کشان کشان بردند به اتاقی لخت که فقط یک صندلی داخلش بود. برای من گذاشته بودند یا برای بازجو تا موقع سوال پیچ کردنم پایش را روی آن بگذارد. تمام جزئیات بازجویی هفت روزه را بازگو نمی کنم. تنها چیزی که می گویم این است که شبیه بازیگری بودم که به خاطر قرار داد در دام نمایشی بد با مدت اجرایی طولانی افتاده. یک سری جمله را بارها و بارها و بارها تکرار کردم. تمام داستان را برایشان تعریف کردم. فقط حواسم بود که اشارهی به زنده بودن اموتری نکنم. رستاخیز او هیچ فایدهی به حالم نداشت. دولت به من فشار می آورد تا محل اختفای پدرم را افشا کنم. اهرم فشار هم داشتند. دو خلاف کرده بودم. سفر با گذرنامه جعلی و همنشینی با جنایتکاران بدنام. هرچند جرم دوم بیشتر یک عادت بد بود تا جنایت و بنابراین رویش تاکید نمی کردند. بازرسان و معموران ASIO ریختند سرم. سازمان جاسوسی قرازه ما که استرالیایی ها خیلی کم در موردش می دانند چون موضوع هیچ فیلم و سریالی نبوده. روزها مجبور بودم تمام حقه های شان را تحمل کنم. سوالات پشت سر هم، پلیس خوب، پلیس بد و مشتقاتش، پلیس بد پلیس بدتر پلیس بدتر شیطان کراواتی آرتیست بازی هایی چنان فاجعه بار که دلم میخواست هو کنم ما در کشورمان مردم را شکنجه نمی کنیم که البته چیز خوبی است مگر اینکه بازجویی باشی که برای گرفتن نتیجه تحت فشارت گذاشته باشد حاضرم قسم بخورم یکیشان حاضر بود همه چیزش را بدهد تا اجازه بگیرد ناخونم را بکشد مچ یکیشان را در حال تماشای مذبوحانه خودم گرفتم داشت رویای الکترود میدید ولی لازم نبود شکنجم کنند همراهیشان میکردم اینقدر حرف زدم که صدایم گرفت. اینقدر گوش دادند تا کر شدند. خیلی زود توان و اشتیاقشان را از دست دادند. گاهی به من اجازه می در اتاق راه بروم و چیزهایی شبیه این را فریاد بکشم. چند بار بگم؟ شرماور بود. احساس حماقت می کردم. احمق به نظر می آمدم. خیلی لوس بود. فیلم ها زندگی واقعی را لوس کردند. سلولم را گشتند و نوشته هایم را پیدا کردند. دیویست صفحه درباره زندگی من. به کودکیم رسیده بودم تا جایی که داستان تریدین را فهمیدم. تمامش را با دقت خواندند تا سر نخی پیدا کنند ولی دنبال خلافکاری های پدرم بودند نه نقص هایش. تا اینکه نهایتا به این نتیجه رسیدند نوشتم قصه بیش نیست. داستانی اقراق شده درباره پدر و عمویم که قرار بود نقش دفاعی هوشمندانه را بازی کند. فکر کردند او را دیوانه تصویر کردم تا کسی مقصرش نداند و جنون را با بانی تمام کارهایش معرفی کنم. بالاخره نتوانستند شخصیتش را بپذیرند. می گفتند امکان ندارد یک نفر هم خود بزرگ بین باشد و هم تنبل. فقط می توانم بگویم هیچ اطلاعی از روان انسان نداشتند. سراخر کاغذها را پسم دادند و بعد با تک تک همسفرانم مصاحبه کردند تا ببینند داستان مرگ پدرم حقیقت دارد یا نه. فراری ها تایید کردند. همه یک چیز گفتند. مارتین دین سوار کشتی بود. خیلی مریض بود و مرد. من جسدش را انداختم توی آب. قشنگ معلوم بود این داستان به مزاق اولیای امور خوش نیامده. هیچ دروغی بهشان نگفته بودم. پدرم جایزه بزرگی بود برایشان. مردم استرالیا لح لح می زدند پدرم را در بشقاب برایشان سرو کنند. مرگ پدرم حفرهای بزرگ در زندگی هایشان باقی میگذاشت. خلع مهمی که باید پر میشد. الان دیگر از کدام فلک زده متنفر باشند. بالاخره تصمیم گرفتند آزادم کنند. نه اینکه علاقه نداشته باشند مرا در بازداشت نگه دارند. میخواستند دهانم را ببندم. از نزدیک دیده بودم در اردوگاه چه رفتاری با فراری ها می کنند و دولت نمی خواست درباره بدرفتاری سازمان یافته با مردان، زنان و کودکان حرف بزنم و برای همین سکوتم را با رفع اتهام از من خریدند. من همراهیشان کردم. از همدستیم هم در جرم حس بدی ندارم. به نظرم نمی آمد این حقایق تأثیری بر جماعت رای دهنده داشته باشد. نمیدانم چرا دولت فکر می کرد که دارد. فکر می کنم آنها بیشتر از من به مردم ایمان داشتند. در ازای سکوتم آپارتمان یک خوابه کسیفی در یک مجتمع دولتی کثیف در یک منطقه دور افتاده کسیف به من دادند. پلیس های فدرال مرا با هواپیما از بیابان به سیدنی آوردند و اینجا گذاشتند و علاوه بر کلید آپارتمان کثیف و بینهایت کوچکم یک جعبه هم دستم دادند که محتویاتش چیزهایی بود که از آپارتمان سابقم برداشته بودند. گذرنامه واقعیم گواهی نامم و چند قبض تلفن که تأکید کردند باید پرداختشان کنم. وقتی تنهایم گذاشتند توی پذیرایی نشستم و از پشت میله های پنجره به آپارتمان روبه رو خیره شدم. به نظرم آمد دولت را خوب تیغ نزدم. ازشان فقط این آپارتمان افتضاح و ماهی هفت صد دلار صدق اخخازی کرده بودم. فکر کنم بیشتر از اینها می توانستم بگیرم. خودم را در آینه دستشویی دیدم. گونه هایم فرو رفته و چشمانم گود افتاده بودند. از شدت لاغری شبیه نیزه شده بودم. باید دوباره خودم را چاق می کردم. غیر از این نقشم چه بود؟ حالا باید چه کار می کردم؟ سعی کردم به آنوک زنگ بزنم. تنها کسی که روی کره زمین با او ارتباطی داشتم. ولی این کار خیلی سخت تر از چیزی بود که فکر می کردم. تماس با ثروتمندترین زن کشور کار ساده ای نیست. حتی اگر این زن زمانی توالت خانت را تمیز می کرده. تلفن خانهاش در دفترچه تلفن فهرست نشده بود که البته چیز نامنتظری نبود و تازه بعد از تلفن کردن به گروه رسانهای هابز و صحبت کردن با منشیهای گوناگون بود که به این نتیجه رسیدم بهتر است درخواست کنم با اسکار حرف بزنم چندین نشنیدم تا اینکه زنی جوان گفت تلفنت سرکاریه؟ نه سرکاری نیست چرا نمیتونم با اسکار هابس حرف بزنم؟ واقعا خبر نداری؟ از چی؟ این شیش ماه گذشته کجا زندگی میکردی؟ توی قار؟ نه، توی زندون وسط بیابون. این حرفم باعث سکوتی طولانی شد. بالاخره گفت اسکار مرده. هر دوشون مردن. پرسیدم کی؟ قلبم یخ زد. اسکار و رینولد هابز هواپیمای اختصاصیشون سقوط کرد. پرسیدم خانم هابز چطور؟ میلرزیدم. خواهش میکنم نگو مرده خواهش میکنم نگو مرده در آن لحظه متوجه شدم آنوک کمتر از هر کس دیگری که در زندگی می شناختم استحقاق مردن داشت. متاسفم. احساس کردم همه چیز از وجودم بیرون ریخت. عشق، امید، روح. هیچ چیز باقی نماند. زن پرسید هنوز هستی؟ سر تکان دادم. چیزی نداشتم بگویم، چیزی نبود که به آن فکر کنم. هوایی نبود که نفسش بکشم. حالت خوبه؟ این بار سرم را به نشانه نفی تکان دادم. دیگر چطور می توانستم خوب باشم؟ گفتم سب کن کدوم خانوم هابس منظورته؟ آب دهانم را قورت دادم. گفت زن رینولد، کورتنی توی هواپیما بود. اون یکی همراهشون نبود. نفس نفس زنان گفتم یعنی آنوک نبود؟ نه باهاشون نبود. با یک نفس عمیق تمام عشق و امید و روح را یک جا به داخل ریه هایم مکیدم. مرسی. که این اتفاق افتاد؟ حدود پنج ماه پیش. من باید باهاش حرف بزنم. بهش بگو جسپر دین میخواد باهات حرف بزنه. جسپر دین؟ پسر مارتین دین؟ آره. تو از کشور فرار نکرده بودی؟ کی برگشتی؟ پدرت همراهته؟ فقط بذار من با آنو حرف بزنم. ببخشید جسپر. الان نمیشه باهاش تماس گرفت. چرا؟ رفته سفر. کجا؟ فکر میکنم رفته هند. فکر میکنی؟ راستش هیچ کس نمیدونه کجا رفته. بعد از سقوط هواپیما یهو ناپدید شد. خیلی ها میخوان باهاش حرف بزنن. خب اگه زنگ زد میشه بهش بگی من خونه هستم و میخوام باهاش حرف بزنم؟ شماره تلفنم را دادم و گوشی را گذاشتم. چرا آنوک رفته بود هند؟ فکر کنم میخواست دور از مرکز توجه سوگواری کند. قابل درک بود. زیر نورافکن آخرین جایی است که آدم دوست دارد عزاداری کند آنوک به عنوان یک بیوه خوب میدانست اگر یک هیستری که ریمل راه افتاده نباشد مردم فکر می کنند قاتل است احساس ویرانی می کردم احساس غیر واقعی بودن بابا مرده بود ادی مرده بود. حتی اسکار و رینولد هابز فناناپذیر مرده بودند. و هیچ کدام اینها باعث نمی شد احساس زنده بودن بکنم. راستش هیچ احساسی نداشتم. انگار از سر تا پایم بیهس بود و بنابراین دیگر تضاد زندگی و مرگ را متوجه نمی شدم. بعدتر که رفتم زیر دوش حتی نفهمیدم آب سرد است یا گرم. فقط یک روز از زندگی جدیدم گذشته بود و هنوز هیچی نشده از آن متنفر شدم. هیچ راهی نداشتم جز اینکه در این آپارتمان محوه تبدیل به موجودی محوه شوم. به این نتیجه رسیدم باید از آنجا بروم. ولی کجا؟ خب، خارج. یاد نقشه اصلیم افتادم. بی هدف شناور بودن در زمان و مکان. برای چنین چیزی پول لازم داشتم. مشکل اینجا بود، که اصلا پول نداشتم و راه سریع پول به دست آوردن را هم بلد نبودم. تنها چیزی که برای فروش داشتم همانی بود که بقیه ی آدم هایی که چیزی به اسم خودشان ندارند مجبور به فروشش می شوند. وقت یا باید وقتم را می فروخدم. یا داستانم را از آنجایی که مهارت ویژه ای نداشتم میدانستم وقتم حتی یک دلار بالاتر از حداقل حقوق برایم نمی آورد. ولی با وجود دو آدم بدنام در خانوادم شاید داستانم را به قیمت بالایی می خریدند. البته می توانستم راه ساده تر را انتخاب کنم. و به مصاحبه ای تلویزیونی تن بدهم. ولی من هرگز داستانم را فشرده نمی کنم که در 20 دقیقه در یک برنامه نیم ساعته ی تلویزیونی بازگویش کنم. نه. باید بنویسمش تا مطمئن باشم چیزی از قلم نیفتاده. تنها شانسم این بود که کتاب را به انتها برسانم و یک ناشر پیدا کنم و پیش پرداختی پروپیمان پیمان بگیرم و راهی سفر شوم. نقشم این بود. کاغذهایی را که بازجوها فکر کرده بودند رویشان داستان سرهم کردم برداشتم. کجا بودم؟ خیلی جلو نرفته بودم. کلی مانده بود. رفتم مغازه تا چند بسته کاغذ آچار بخرم. از ورق سفید خوشم می آید. من را در رو در پر کردنش می گذارد. بیرون خورشید دستی از نور بود که صورتم را سیلی می زد. آن همه آدم را نگاه کردم و با خودم گفتم عجب زندگی طاقت فرسایی. حالا که هیچ آدمی وجود ندارد که به من نزدیک باشد باید بعضی از این غریبه ها را تبدیل کنم به دوست یا معشوق. وقتی از صفر شروع می کنی چقدر زندگی سخت تر است. خیابانهای شهرم حس کشوری بیگانه داشتند. اثرات سمی اردوگاه هنوز نرفته بود. چون فهمیدم در عین اینکه نیاز به آدم دارم از جمعیت می ترسم. با چنان استراب جسمانی شدیدی که باعث می شد تیرهای برق را بغل کنم. از چی می ترسیدم؟ کاری با من نداشتند. فکر کنم از بی تفاوتیشان می ترسیدم. باور کنید اصلا نباید جلوی یک نفر پخش زمین شوید. کمکتان نمی کند که از جا بلند شوید. از کنار روزنامه فروشی گذشتم و قلبم ریخت. همه چیز عمومی شده بود. رسما مرگ پدرم را اعلام کرده بودند. تصمیم گرفتم هیچ کدام از خطابه های ترهیم روزنامه های زرد را نخوانم. حرامزاده مرد. هور را مرد. پایان یک عوضی. ارزش یک دلار و 20 سنت را نداشتند. ضمناً همه اینها را قبلا شنیده بودم. وقتی دور می شدم احساس کردم کیفیتی غیر واقعی در تیتر روزنامه ها وجود داشت. مثل پیش آگاهی معوق. نمی دانم چطور توضیحش بدهم. این احساس را داشتم که یا در انتهای چیزی هستم که فکر می کردم بی انتهاست. یا در آغاز چیزی که می توانستم قسم بخورم مدتها پیش شروع شده چند روز بعد کنار پنجره میلدار نشستم و شبان روز نوشتم یاد سر زشت و فضل فروش پدرم افتادم و اینقدر خندیدم که همسایه ها به دیوار مشت زدند. تلفن بی وقفه زنگ میخورد. روزنامه نگارها. گوشی را بر نداشتم و سه هفته یک سره نوشتم. هر صفحه تخلیه کابوسهایی که خلاصی از دستشان حس آسایش فوقلادهی داشت.